Herkese iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Asbihir Rüstan Aziz ve çarşamba şab be dersimon hoş umedid. Emruz ders sual cevabı do khahad bud ve sualat ziyadi cem şodan ki onu ha ro ham tamamish konim. Hafte gozashte ham nabudim be tori ki midunid. در راه بودم و به خاطر اون هم در سه هفته گذشته اگه سوالی دارید در مورد اون میتونید الان بپرسید ازمون و به این شکل. الان چند سوالی هست که اومده، الان اونا رو جواب بدیم و بعدش و شما هم به طوری که گفتم درس گذاشتی به خاطر این که در راه بودم درس از آرشیو بود. اگه سوالی داشتید نمیخوام مرور کنم، لازمه که مرور کنم درس رو. اگه هست چیزی مشخص نیست اونم میتونید بگید. از دوستان بپرسید، شاید نفهمیدم موضوع رو. سوال، من سوالات رو شروع میکنم از اینجا پس. سوال، سلام، در اسلام دو وصیت وجود داره، اراده جهانی، این اراده الهی است که میتوانه تمام افعالی را که در جهان هستی بی نهایت انجام دهد بسته به اراده خالق ظاهر میشود. اراده جزئی، اراده آزاد که بیانگر حق انتخابی است که به انسان داده شده و اعمال و رویدادهایی که در حیطه قدرت اوست. پرسش، چگونه میتونم این وصیت‌ها را شناسایی و مدیریت کنم؟ در زندگی دنیوی نمیتونی اینها رو ببینی. شخص اگه به درجه بالاتری نرسه نمیتونی اینها رو انجام بده. اگه از این دنیا نگاه کنیم همه زندگی رو چطور میبینیم؟ به شکلی میبینیم که من تصمیم گرفتم، من انجام دادم. وقتی به زندگی نگاه میکنیم اینو میبینیم. در زندگی اتفاقای میفته و میگیم که من اینو دیدم و اینو تصمیم گرفتم و اینو فکر کردم و اینو انجام دادم و غیره. به خاطر این هم در کتابی یک چیزی نوشته، در هر کتابی نوشته شدنش، اگه اون شرایط رو به دست نیاوردیم یعنی برای ما چیزی فرق نمی کنه. پس شخص در این طور چیزها، چیزایی که می خونه برای اینکه بتونه اینها رو بفهمه، البته که درست می نویسه اونجا هم، اون شرایط ها هم هست. شخص اول به درجه انسان باید دست پیدا کنه، به درجه انسان برسه. پس میگه که اراده جزئی به کی داده شده؟ به انسان داده شده. علامت سوال، فعلا انسان شدیم یا نه؟ چون انسان چیه میدونید؟ انسان یعنی کسی که بر فرای کل خواست گرفتنش رفته و با خدا راه میره، رابطه داره. یعنی به کسی که روی دو پا راه میره انسان گفته نمیشه، ولی اگه انسان بشیم اراده انتخاب آزاد خواهیم داشت، ولی اون هم در نقطه مخصوصی خواهد بود، در یک نقطه مشخصی فقط هست اون هم انتخاب اراده آزاد. به خاطر این فقط این شرایط رو فعلا در معنویات مثل یک قانون میتونی بگیری، ولی اگه شروع میکنی با ما ادامه بدی به راه، میبینی که همه چیز در دست خداست و انسان هیچ کاری رو انجام نمیده و این رو خواهی دید کم کم. و بعد از خود باید بپرسی کجا میتونم چی رو انجام بدم.
انتخاب اراده در درس انتخاب اراده آزاد بگیم که محیط انتخاب شخصه. اگه واقعیت رو شو بگیم شخص رو هم خدا به کار میاره. آدم اگه از کار خارج میشه هم خدا میبرتش. واقعیتش کل اینها در دست خداست، ولی ما به این شکل نمیبینیم اینا رو. به خاطر این در کار معنوی مثل این که به این شکل کار رو به دست خدا نمیتونیم بسپریم به صورت منطقی. البته که به منطقمون هم ضده، به صورت طبیعی ضده منطقمونه. اگه به این شکل بگیم هم فردا هم تو میری نسبت به فکر خودت تصمیم میگیری و فکر میکنی که خودت تصمیم گرفتی. وقتی شرایط به این شکله، اینجا شرایط یک تنظیم مشخصی باید انجام بدیم و باید بشینیم و کار کنیم. سوال: هر چند کمی عجیب خواهد بود، چه نیازی به همه خلقت بود؟ بنابراین اگه هیچ چیز ایجاد نمیشد، آفریده نمیشد، به هر حال نمیتونستیم سطح و غیره را بالا ببریم، نیازی نخواهد بود. از آنجایی که تصادفی نیست، چه انتظاری وجود داره؟ این اولین دوره اولین درسه، مگه نه؟ زندگی به زندگی باید به چشم این نگاه کنیم که لازمه کارکرد طبیعت وجود داره. یعنی زندگی در دست ما نیست، ما آرزوی خواست گرفتن درونش هستیم و به اون شکل کار میکنیم. طبیعتمون گرفتن لذته. آیا میتونیم اینو کنترل کنیم؟ نسبت به این میتونیم کاری انجام بدیم؟ ما به این شکلیم، ما اینیم و طبیعت خدا هم هست. خدا هم طبیعت داره و اون هم نسبت به یک طبیعتی کار میکنه. به این شکل فکر کنید، چون که فعلا از سوال میبینم که در شرایطی نیستیم که بتونیم اینو درک کنیم. از سوال اینو میفهمم. به خاطر این هم کار کنیم و با کار کردن به خدا نزدیک شیم و بعد چرا آفرید، معنای پشتش چی بود، آرزوش چی بود، تمام اینها رو اون وقت میتونیم فقط بفهمیم. به طور دیگر زندگیمون فلسفی میشه و مشکل ایجاد میکنه. و به این خاطر هم معنویات رو میخوایم به دست بیاریم. چرا میخوایم به دست بیاریم معنویات رو؟ چون که زندگی عجیب غریب میاد برامون. میگیم که اینجا چی کار داریم، چرا آفریده شدیم، چه ربطی داره، برای کی، برای چی، به کی فایده داره. همه عجیب غریبه برای ما، یعنی به کسی که منطقی فکر میکنه، یعنی زندگی خیلی عجیب غریبه. ولی اگه بزرگ نشیم زندگی رو نمیفهمیم. در معنویات هم اگه پیشرفت نکنیم چطور میتونیم صاحب تفکر یا اندیشه باشیم؟ نمیتونیم. که مثل بچه های کوچک که میان و میگن چرا مجبورم به مدرسه برم؟ مثلا بچه میاد اینو میپرسه، مجبوری که بری؟ این همه چرا؟ چون که باید بری. زندگی رو مجبوری یاد بگیرید. خوندن نوشتن رو باید یاد بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه باید یاد بگیرید. چیکار کنیم؟ یعنی به این شکل، یعنی هر چقدر سعی کنم هم که موضوع رو براش توضیح بدم، فرداش دوباره بیدار میشه و دوباره میگه بازم به مدرسه میریم؟ آره، بازم دوباره به مدرسه میره. و به این خاطر هم باید بزرگ بشیم و بدونیم و بفهمیم که لازم بود به مدرسه، لازمه مدرسه بود و احتیاج داشتم که برم اینا رو یاد بگیرم. و تا اون لحظه شکایت داریم. و اهمیت ترکیه در برخی از سخنرانی های خود به آن اشاره کردید. به این دلیل است که در کشور ما این همه نگرانی برای آینده وجود دارد و با این همه ارزش توانایی ما برای انجام کارها خوب است. یعنی اوردان کاینکلانمیو؟ نه، از اینجا نیست دلیلش، به خاطر این نیست، ولی در آینده خواهیم دید. یکم شما همه گی با ما ادامه بدید برا، یعنی میفهمید. نه شما در حدی هستید که بتونید بفهمید و نه در یوتیوب میتونیم بگیم، ولی در کل یک کاری هست که باید انجام بدیم به صورت عمومی و به هر نحوی مجبور خواهیم شد که انجامش بدیم. امید کنیم که با کار کردن معنویات بتونیم انجامش بدیم.
مصطفی سامش سوال: رهبرم، اتفاقات روزانه‌ای که بیرون از ما رخ میده، افکار، خواسته‌ها که در درون ما به وجود میاد، آیا یکی از این دو موقعیت متفاوت اولویت داره یا باید از آنها با هم استفاده کنیم؟ همیشه اول آرزو، یعنی اول سر مغزت شروع به کار کردن نمیکنه، اول آرزو، چون که طبیعتمون گرفتن لذته. کجا لذت میتونیم پیدا کنیم؟ یک آرزو به ما میاد و بعد مغزمون شروع به کار کردن میکنه که چه کار باید انجام بدم که این آرزو رو بتونم ارضاش کنم. یعنی مغز همیشه نسبت به آرزو میره. پس عاقل بودن، باهوش بودن به اندازه بزرگی آرزو بستگی داره. عقل انسان آرزوش چقدر بزرگه به اون بستگی داره. سوال: درس دیروز رو دیدم، به نظر شما کابالیستا در آینده سهمی در مدیریت جهان خواهند داشت؟ من فکر میکنم که تنها میتونیم پاسخ حل مشکلات مربوط به روابط انسان با انسان را بدهیم. درباره این موضوع چه فکر میکنید؟ اونو صحبت کردیم و شما هم خواهید دید. ببینید، از حالا شروع به دیدن کردید، مخصوصا از یک کابالیست بپرس و برنامه کلید و کفر رو بیهوده انجام ندادید. در این برنامه ها همیشه نسبت به ملت، نسبت به خلق جواب چیزایی رو میدیم، از آموزش، اکونومی، مواد مخدر، افسردگی، هر چیزی که در زندگیمون میتونه اتفاق بیفته. یکم دقت کنید و میبینید که ما برنامه ها رو انجام میدیم و بعد آدم های دیگر حرف های ما رو تکرار میکنند. به این شکل میشه. خواهید دید که ما با کار کردن به همراه ما مثل این که دنیا تغییر میکنه. به این شکل احساس خواهیم کرد. یعنی به این شکل خواهد شد. پس کار معنوی ما خواه یا نخواه به آدم هایی که اصلا خبر ندارن تأثیر میذاره روشون، خواه یا نخواه. به خاطر این هم ما با یاد دادن خلق هم با ما پیشرفت میکنه. البته که همه کابالیست نمیشه، قبلا هم گفتیم این رو، ولی نسبت به چیزهایی که زندگی میکنیم رو میبینید. همه چیز، هر مشکل جوابش، یعنی حاضریم که جوابش رو بدیم. مثل اینکه در با معنویات اصلا ربطی هم نداشته باشه، کاملا با زندگی دنیوی. اگه به این شکل دیده بشه هم که به زندگی دنیوی ربط داره. چرا؟ چون که علم کابالا کل آفرینش رو در بر میگیره، پس به همه چیز جواب داره. پس ما با جواب دادن به پاسخ‌ها میبینید که ذهن آدم‌ها خواه یا ناخواه به ما کشیده میشه. کم کم اینو خواهید دید و بعد میگید که اونها همینو میگن، اینها همینو میگن. اگه دقت کنید، همیشه بعد از این که من میگم اتفاق میفته. میتونید تعقیب کنید دنیا رو به این شکل. چرا خدا از سال 2020 اینقدر به ما فشار آورده؟ به عصر جدیدی خواهیم رفت. به نظر شما این فشرده ساز چند سال دیگه ادامه خواهد داشت؟ 2020، قبل از اون هم گفته بودیم که اذیت خواهیم شد. 2019 کی بود؟ 2019 قبل از کووید، چند ماه قبلش، از اون وقت گفته بودیم که به دنیا چیزای بدی اتفاق میفته، از اینا حرف زده بودیم. و در سه گذشته هم گفتم این 10 سال آینده خیلی مهمه برای ما، مخصوصا برای ترکیه هم خیلی مهمه این 10 سال آینده، و به خاطر این به همه تاثیر خواهد داشت. و این خوبه که یکم اذیت میکنه، یکم اگه بیشتر اذیت بشیم بهتره. خدا همه چیز رو به اندازه انجام میده و کل دنیا رو هم اذیت خواهد کرد، فقط ما رو نه. به خاطر این ما هم قسمت خودمون رو میگیریم، نصیب خود رو میگیریم، ولی به دوستان هم همیشه میگیم که این برای ما، برای گروه ما، برای گروهی که معنویات کار میکنه فرصت خوبیه. به خاطر این گروه رو امسال یکم سازش رو تغییر خواهم داد
و با سازه متفاوتی ادامه خواهیم داد از امسال و فرمتمون سازمون بگم سازمون یکم متفاوت خواهد بود و مجبور بشه به این شکل. اینم بگم بعضی از دوستان میگن که چرا اینو میگی، چرا اونو میگی، چرا اینو انجام میدیم، اینو میپرسم، ولی دنیا بزرگ میشه و ما نمیتونیم عقب بمونیم و یک گروه اگه بخوایم که معنویات کار کنیم در اصل یک گروه خوب دنیا به این شکل اگه بره ما یک دو قدم باید جلوترش بریم، ما باید بکشیم، یعنی قدرت کشنده باشیم، همیشه باید جلوی دنیا بریم ما همیشه، چون که پیشرفت معنوی ما رو لازمه این رو میدونه که اینو انجام بدیم. الان ما وقتی از جلو بریم، یکم پیش گفتم اون اتفاق میفته، ما وقتی جلو میریم دنیا رو هم با خودمون پیشرفت میدیم، یعنی تفکر ما وقتی رشد پیدا میکنه تفکر اونها هم رشد پیدا میکنه، یعنی مجبور میشن که رشد پیدا کنن، به خاطر این اونها رو هم رشد میدیم. واقعیتش الان ما چرا یکی دو قدم باید جلوتر باشیم همیشه؟ اگه یکی دو قدم جلوتر باشیم دنیا رو میتونیم به صورت مثبت به طرفی بکشیم، یعنی اما چیزها رو زندگی خواهیم کرد، البته که 100% در این شکی نیست، با خوب و بدش از این نمیتونیم فرار کنیم، ولی زندگی کردن اینها دو راه داره، یا با عذاب بی‌معنا که نفهمیم چی شد و یا سکوی پرش برای رشد. وقتی هم شرایط به این شکله اذیت کردنش خوبه، ولی اگه درست و خوب کار کنیم، اگه خوب کار کنیم فرصت پیشرفت داریم. پس از قصد به گروه یکم هول میدم گروه رو برای اینکه تغییر بدیم، اینها رو میگم براشون، و کسایی هست که اگه تغییر رو نخوان که یعنی خوبه، این هم خوبه که اگه نخوان هم مجبور نیستیم که با عذاب پیشرفت کنیم. آدم میتونه با خوبی پیشرفت کنه، رشد کنه، ولی اگه رشد نمی کنه باید چیکار کنیم؟ مشکلی دیگه، مشکلی ایجاد میشه اینجا. پس به خاطر اگه این خودمون پیشرفت نکنیم از بالا اذیت میشیم. چرا میخوام در گروه تغییر ایجاد کنیم؟ چون دهی که دیده میشه لازم به نقشه نیست، یعنی اگه در زمان مناسب قدم مناسب رو بر نداریم برای رشد، آیا برامون مشکل ایجاد نمی کنه؟ البته که الان اگه به مدرسه نریم، فردا باید مجبوره که بره مدرسه و خوندن نوشتن رو یاد بگیره، در غیر این صورت چطور بتونه در زندگی یعنی زندگی کنه؟ اون وقت عذاب بزرگتری میکشه. مدرسه نمیره، 10-12 سالگی میبینه که باید به مدرسه بره و میره بعد اون مدرسه رو، یعنی درس یاد میگیره، اون همه سال بیهوده گذشت، یعنی و به خاطر این دوستان هم بدون عذاب پیشرفت و رشد کردنشون، به خاطر این باید به خودمون یک شکل و شمال جدیدی بدیم، یعنی باید باقلق بشیم. و وقتی بزرگ میشن بچه ها چطور میپرن؟ مثلا 3 سالگی میاد و رشد میکنه و در 5 سالگی، 5.5 سالگی، 6 ماه یک بار در بچه ها یک تغییر بزرگی میبینید وقتی رشد میکنن، بزرگ میشن. ما این رو باید داوطلبانه انجام بدیم، اونها غریزی انجام میدن از نظمی که دنیا براشون میاره، ولی برای ما چنین چیزی وجود نداره، ما از روی اجبار خودمون باید انجام بدیم این کارها رو. به خاطر این دوره جدیدیه که این دوره جدید اگه بخوایم ازش خوب رد بشیم، خوب برای این باید رشد کنیم و پیشرفت کنیم. در نتیجه همه چیز با زور به ما اهمال میشه، مجبوریم به نقطه‌ای برسیم که برسیم وظیفه رو انجام بدم و رها بشم. آره، اگه با اجبار خواهی رفت با زور، اگه مجبورم با زور بزرگ بشم، مثل آدم های ایگویست سالم فکر کنیم به این، اگه مجبورم بزرگ بشم و میبینم که باید بزرگ بشم، نمیتونم جلوی این وایستم، اگه وایستم به کی عذاب میاره؟ به ما.
Yani sağlıklı bir egoist yani یک اگویست سالم به این شکل فکر کنیم. اون وقت باید چی گفت بگیم به خودمون؟ من باید اینو انجام بدم یا با کتک این کار انجام خواهم داد؟ ولی باید انجامش بدم. یکم منطقی فکر کنیم و منطقی نزدیک بشیم به قضایا. مثلا بگیم که 10 سال کار کردیم و ماخسون رو رد نکردیم و اگه تصادف کردیم و مردیم کار ما بیهوده میشه. عمری نیست که بیهوده رد بشه. بعضی وقتا بگم هم برای اینکه میخوام حالتون بدم، ولی در هر چیزی کم منطقی باشیم. اینجا در زندگی، هر چیزی که زندگی میکنیم به هر نحوی خانه تجربه ما نوشته میشه. پس نمیتونیم بگیم که یک چیز رو بیهوده زندگی کردم. پس انسان از همه چیز میتونه یک معنا به دست بیاره. انسان ها هیچ چیزی که زندگی میکنه، هر چیزی که زندگی میکنه اتفاقی نیست. همه چیز لازمه و باید باشه که ما بتونیم بزرگ شیم. هر از گاهی در مورد مرگ یکم اگه صحبت کنم هم هممون باید اینو بفهمیم که در نظمی که خدا اون رو آفریده چیزی نیست که لازم نباشه، یعنی موجودی هم نیست که لازم نباشه. یک گیاه، یک درجه، حتی گرد و غبار هم لازمه، جایگاه مخصوص خودش رو داره در آفرینش. فقط به ما به دست آوردن، دیدن اینها میمونه. من در رابطه با موضوع خدایان متعددی که شما نام بردید میپرسم. سعی میکنم علاقه اطرافیانم را که به فال و تاروت و ذکر نامفهوم علاقه دارند نادیده بگیرم. آیا این روش درستیه؟ یعنی برای ما رفتار درستیه. بعضی چیزها رو دوستان شما هر چقدر، یعنی البته که بگیم همه چیز تصمیمش رو خدا میگیره، ولی باید چیکار کنیم؟ انسان جایی که قلبش راحته باید اونجا کار کنه. بعضی وقتا دوستان میرن اونو دوست دارن، اینو دوست دارن، این یکی رو دوست داره. هر کسی از یک چیزای خوشش میاد. در دنیا اتفاقی به صورت اتفاقی 4000 خورده ای تا دین وجود نداره، از چیزای عرفانی متافیزیکی بگیر تا آخر. انسان از چی خوشش بیاد به اون باور میکنه. هر چی به دلش نشست در اون مسیر ادامه پیدا میکنه. کسی که میخواد کابالا کار کنه، انسان بگیم واقعیت چیه، برای این که میخواد واقعیت رو بدونه به خاطر اون کار میکنه. به این خاطر کار نمیکنه که من اینا دوست دارم. یعنی هدف واقعی چیه، واقعیت چیه. الان این میتونه خوشم هم بیاد، میتونه هم خوشم هم نیاد، ولی اگه دنبال واقعیتم به خوشم میاد یا نمیاد به ما ربطی نداره. اینجا اگه واقعیت رو میخوای، از نیاکان هم میدونیم که واقعیت تلخه و در معنویات وقتی رشد میکنیم واقعیتش انسان در مورد خودش چیزای خوب مجبوره که رو در رو بشه با چیزای بد خودش و این رو همه نمیتونن تحمل کنند. اگه واقعیتش رو بگیم همه نمیتونن. پس به همه چی میگیم؟ قلبت کجا راحته، کارت رو برو اونجا ادامه بده. اگه معنویات رو میخوای با ما کار کنی، به محیط خیلی باید دقت کنیم، چون که محیط چیزی که به ما تاثیر داره. تفکرهامون، آرزوهامون، طرز نگاهمون تأثیر میذاره روش. امروز خبر نگاه کنی، اگه از خبر هم تأثیر میذاری، فکر میکنی فکرت جاهای مسخره ای رفته، چرا پرت و پلا رفته جاهای عجیب غریب. میدونید که خبرها رو کی گوش میده؟ من که گوش نمیدم. پس کسی که خبرها رو گوش بده، سال هاست که گوش نمیدم. یعنی هر از گاهی به سرفصل‌ها نگاه میکنم در سایت‌های جهانی، اون همه، ولی به غیر از آن یعنی چیزی نیست که اعتماد کنی، باور کنید. وضعیت اونجا هم معلوم مشخصه. پس شخص اگه یک چیز مشخصی رو در زندگی میخواد به دست بیاره، هر چی میخواد باشه، حالا میخواد کابالا کار کنی یا چیز دیگه،
در زندگی هر چی میخوای بشی در اون مورد، در اون موضع، موضوع باید یک محیطی پیدا کنی که متمرکز به اون باشه و به تو اونها تأثیر بذارن. در صورت دیگر فکر چای دیگه میگی. انسان ها در دنیا میگن اینم بشه اونم بشه. از دوستاتون شنیدید این رو؟ از اون آدم ها هیچ نمیشه. زندگیشون با صحبت کردن میگذره و بعد هم میمیرن و میرن. در زندگی اگه کسی که بخواد یک چیزی بشه، یک چیز میشه فقط. چرا؟ چون که مستقیم میره به اون هدف و برای اون هدف زندگی قرار گرفته. میخواد هنرمند، ورزشکار، آدم کاری باشه، مهم نیست. چشش چیز دیگه ای نمیبینه و تبدیل به اون میشه. اگه معنویات کار میخواد بکنید، اینم متفاوت نیست، هیچ فرقی نداره. پس محیط برای ما خیلی مهم هست که در فکرمون، عقلمون، چیزهایی که تفکرهایی که به فکرمون میاد نسبت به آرزومون باشه. ما به خاطر این به خودمون محیط درست میکنیم، میسازیم، با هم کار میکنیم، با هم زمان میگذرونیم در طول روز، با هم چه بدونم در مورد معنویات کارهایی انجام میدیم و هر کاری که انجام میدیم. مثلا هفته آینده کنگره داریم. چرا انجام میدیم؟ چرا به یک جا میایم؟ چرا خرج میکنیم پول؟ چرا زمان رو میدیم؟ چرا؟ چون که یک چیزی هست که میخواییم به دستش بیاریم و میبینیم که لازمه به این باید وقت بذاریم، تلاش کنیم در این مورد. به خاطر اینه. در این مورد آیا نیت خوب داشته باشیم، خدا ما رو به انتهای راه میرسونه؟ البته که مجبور میشه. به صورت منطقی فکر کنیم، اگه بچه میخواد بزرگ بشه و هر کاری که از دستش برمیاد رو انجام میده، پدر مادر چی کار میکنن؟ میبینن که این بچه واقعا با تلاش خودش میخواد کاری انجام بده. میبینیم که کار خوبی میخواد انجام بده. کل امکاناتمون رو بهش میدیم. چرا؟ چون که یک آرزوی هست که از درون بچه میاد و میبینیم که درسته، این آرزوی خوبیه که بچه داره. به خاطر این یعنی احتیاج این رو پیدا میکنیم که به بچه چیزایی بدیم. خدا هم اگه چیز درست رو بخوایم ازش، احساس میکنه که به ما چیز درست رو بده. قانون طبیعته. ما هم ریشمون از خدا میاد و به این خاطر هم آرزوی درست، نیت درست اگه داشته باشیم، برای ما به یعنی بودن در نیت مهم به محیط ما هم بستگی داره. سوال: آیا ناراضی بودن از سرنوشت نشانه این است که ما باید تغییر کنیم؟ همین تو هفته پیش گفتید که آدم ها عوض نمیشن، همینی که هستن میمونن. چیه این؟ از اول سرنوشتمون چیزی نداره که ناراضی یا ناراحت بشیم. چرا؟ منطقی فکر کنیم، چون که کاری نمیشه کرد. اوکی؟ در زندگی تصمیم نمیگیرم که به من چه اتفاقی میفته. الان بیدار شدیم، فردا بیدار میشیم. زندگی به ما چی میاره نمیدونیم. که میری سر کار، کارهای اتفاق میفته. میری ترافیک، کارهای اتفاق میفته. میری بیرون، چیزی میشه، یک چیزی میشه، دکتر میری، این میشه، اون میشه. نمیدونیم که یعنی زندگی به ما چی میاره. میاره دیگه. ما فقط به صورت رفلکسیو عکس العمل نشون میدیم دیگه. عکس العمل نشون میدیم اتوماتیک. هیچ وقت در پشتش تفکر نمیگذاریم که الان با این چه باید بکنم. رب نمیدیم، همونطور اتفاقی زندگی میکنیم. درجه حیوانی و راه رهایی از این درجه حیوانی اینه که دلیل، نسبت به دلیل اتفاقات باید کار کنیم و اون هم لازمه رشد رو داره و یاد گرفتیم که همه چیز ریشه داره در دنیا، ریشه و شاخه. پس نمیتونم در این دنیا چیز رو درست بفهمم. اگه به صورت آگاهی پیشرفت نکرده باشم، نمیدونم که چی کار باید بکنم. شبیه به این که بچه چیزایی که زندگی میکنه، وقتی زندگی میکنه نمیتونه بفهمه. بعد از این که کار رو انجام داد، گذرون اون شرایط رو، اون وقت میفهمه. و ما هم اگه یکم بیدار شده باشیم، به صورت منطقی اگه بیدار شدیم، باید بفهمیم که چیزی که باید بهش فکر کنم چیزهایی نیست که در دستم نباشه. چیزی که باید بهش فکر کنم، چیزی که در دست منه چیه؟ چی کار باید بکنم؟ اگه به این تمرکز کنم، اون وقت سرنوشت رو اذیت نمی کنه. اون وقت میبینی که
هر چیزی که در سرنوشتت برات میاد برای تو ایدئاله، شرایط ایدئاله که تو مخصوصا از اون شرایط بتونی رشد کنی. ولی ما چیزایی که زندگی به ما میاره اگه ندونیم که باش چیکار کنیم، اون وقت همیشه مثل الاغی که هی بهش میزنن این چوب رو، از پشت میزنن، چرا میزنن ما رو، چرا میگن برو، چرا وایستا میگن، نمیدونیم که زندگیمون به این شکله. انسان هم در زندگی دنبال چیزی اگه میدوه، اگه دقت کنی، یعنی چرا میدوه دنبالش، نمیدونه، چنین آرزویی داره، فقط میخواد که مثلا نقاش باشه، موسیقیدان باشه، آدم کاری باشه، مثلا یک آرزو داره فقط. نمیشینه که بشینه فکر کنه من این رو میخوام، خواهم خواست، چنین چیزی نیست که. اول میخواد، بعد اون دنبال آرزو میدوه. دقیقا یک سگی که در کوچه این مرونور میره و این مرونور رو بو میکشه، دنبال چیه نمیدونه و برای این به کوچه نمیره که دنبال چیزایی بره، ولی اینجا وقتی میره بیرون بو میکشه همه جا رو، اینجا چی هست، اونجا چی هست، شبیه به این، به این شکل. و زندگی آدم هم دقیقا به این شکله. به خاطر این زندگیمون اگه روش نریم، روش نکیم، اگه نقطه در قلبمون بیدار شده باشه، اون وقت میتونیم مفهوم بدیم به اتفاقات. آیا خالق را نمیبینیم یا احساس نمیکنیم؟ اونقدر درباره خالق صحبت کنم، آیا این گونه به واقعیت میرسیم؟ وقتی از خدا صحبت میکنیم، مقاله ها رو وقتی کار میکنیم، چیزی که باید دقت کنیم اینه که چیزهایی که کار میکنیم در میانمون چطور باید عملیش کنیم. در میانمون وقتی اینها رو انجام دادیم، از رابطه میان انسان و انسان، اون وقت کارها، چیزهایی که خوندیم رو زندگی میکنیم. لازمه که زندگی کنیم کمش. باید به این شکل باشه. پس توصیه های درست رو اگه انجام بدیم، توصیه هایی که کابالیستا به ما دادن رو اگه انجام بدیم، چیزهایی که باید زندگی کنیم رو از مقاله ها میگیریم. یعنی مقاله به ما گفته بود که آره از اینجا رد میشم، اینو گفته بود برام، آره این احساس واقعیتش این بود، و یا چیزی میخوام زندگی کنم، ولی یه ثانیه اینجا چیزی که میگفت را فعلا نمیفهمم که چی میگه، هیچ تجربه ای ندارم، حتی میشه چیزایی که میگه رو نفهمم. پس وقتی این چور چیزا به بیرون میاد، اون وقت از رابطه میانمون چیزهایی هست که میبینم باید اضافه کنم، باید فوری بفهمم این رو، فوری باید بفهمم که آره یه ثانیه در مقاله گفته بود که آدم به این شکل کار کنه، این میشه اون میشه، من اینو فعلا احساس نمی کنم، پس باید چیکار کنم؟ به این شکل فکر کنم و اینها رو چطور بتونم در باطنم زندگی کنم و نسبت به اینها میتونم برنامه ریزی کنم و عملیش کنم، مگه نه؟ به این شکل در زندگی دنیوی هم به این شکله. معنویات چیز سختی نیست. ببینید، معنویات به ما سخت میاد چون که مجبوریم ضد خواست گرفتنمون بریم، یعنی ضد فکرمون، نسبت به فکرم باید ضد برم، یعنی منطق میگه که اول بفهمم باید چی کار کنم، بعد از اینکه فهمیدم انجامش بدم، مگه نه؟ منطق به این شکل کار میکنه، فکرمون به این شکله. یعنی مثل اینکه میری سر کار، دوست عزیز چقدر به من حقوق میدی، اول اونو بده، اگه خوشم بیاد انجام بدم این کار رو. ولی در معنویات اینو نمیتونیم انجام بدیم چون رفتار اگویستیه. پس شخص برای اینکه بتونه از عهده طبیعت اگویستی بیاد، همیشه باید ضد طبیعتش کارهایی انجام بده، یعنی باید ضد طبیعتش کارهایی انجام بده. پس کار باید همیشه ما رو همیشه باید برعکس کنه، که از برعکس که شدیم، در میان دو شرایط ضد بتونیم کارهایی انجام بدیم. به خاطر این خدا رو نمیبینی، احساس نمیکنی، ولی خدا چکار میکنه؟ از دست آدم میگیره و به جای میاره که بتونه جواب بگیره، به شکلی که بالا اسلام نوشته در تلمود ده سفیروت ماده 154، و خدا شخص رو از دستش میگیره و دستش رو روی یک سرنوشت زیبا میگذاره و بهش میگه که این رو بگیر، و بقیهش در
شخصه، به عهده شخصه. این اومدن شخص به کاره که اگه شخص کار رو بگیره گرفته، اگه نگرفته به زندگی ادامه میده، کاری نمیشه کرد. اگه دقت کنید یک پدر هم کاری نمیتونه به بچه انجام بده اگه بچهش نمیخواد یک کار رو بگیره و ادامه بده اون کار رو. هر فرزند یا اولاد کار پدرش رو نمیتونه ادامه بده. به خاطر این هم خدا هم به قلب آدم نمیتونه فشار بیاره. این رو هم باید خوب بفهمیم. مجبوریم که بزرگ بشیم، در این شکی نیست. ولی از سوالاتتون به خاطر این که احساس نمی کنیم چیزهایی هست که ناقص میگذارید. این که میبینید رشدتون رو مجبوری میبینید، اون قانون طبیعته. ولی کار رو انجام میدم یا نه، این کار دله، کار معنوی رو. ولی وقتی کار به دل اومد، قلب اومد، خدا به آدم فشار نمیاره. این 100% درسته. در غیر این صورت، یعنی کار کردن هممون اجباره، یه کار رو زور میده به هممون. دقیقا به سگ و گربه میمون آرزویی که میده، ما هم به اون شکل میشیم دیگه. یعنی ولی آدم رو، چیزی که آدم میکنه اینه که خودش رو آزاد احساس کنه و با رشد کردن صاحب فهم وقتی شد در زندگیش، نسبت به اون فهم ادراک کنه که انتخاباتی داره و به خاطر این از طرفی به غیر از خدا نیست، همه چیز رو خدا انجام میده. درسته، چون طبیعت ما از اوست و ما رو آفریده. کار کرد، مکانیزم کار کرد طبیعتمون از خداست و در این مورد انتخاب ارادی آزاد نداریم. پس میگم به سرنوشت باور کن، درسته، چون کاری نمیتونم انجام بدم. ولی از طرف دیگر کار معنوی به شخص، چیزهایی که زندگی میکنه، فرصت این رو میدونه میده که آدم بتونه این رو درک کنه و انتخاب کنه. در زندگیم چی میشه؟ نه، از چیزایی که زندگی میکنه اینطور انتخاب کنه که چیزایی که زندگی میکنه رو بفهمه. و در این مورد، مورد فهم، یک خط خیلی باریکی وجود داره، یک خیلی حساسی. سوالاتتون رو خلاصه کنید خوب میشه، چون که همه رو نمیتونیم جواب بدیم. سوال: آیا افراد مبتلا به اختلالات شخصیتی احتمالاً مرزی در قطبی به خودشیفته میتونه کابالا رو کار کنند؟ این مشکل در فرایندانها ایجاد نمیکنه؟ البته که ایجاد میکنه. اگه روانش خوب نیست شخص، کار رو براش توصیه نمیکنه. به سه نفر کار رو توصیه نمی کنیم. یکی آدم دیندار باشه، یعنی مشکل روانی داشته باشه. سومیش هم معتاد مواد مخدر باشه. این به این سه گروه نمیتونیم یاد بدیم و برای اونها کاری نمیشه کرد. کار معنوی واقعا انسان رو میتونه با آدم سالم میتونه اتفاق بشه. یعنی باید انسان در زندگی دنیوی مغزش سالم باشه. چرا؟ چون که در کار معنوی از احساسات زیادی رد میشیم و برای اینکه بتونیم به اینها مفهوم بدیم، اعصابی از جنس آ هم باید داشته باشیم. در اول به این شکل دیده نمیشه. کار میکنیم، خوب جواب پیدا میکنیم و غیره و غیره. ولی بعدن وقتی وارد کار شدیم، شخص چقدر در درونش باید کار کنه، نسبت به زندگی چطور باید با تفکر جدید نگاه کنه، چیزهایی که زندگی کرده بود در زندگی گذشته قبلیش، یعنی کاملا باید ول کنه. یعنی باید کم کم به این نقطه برسه که باید اونها رو کنار بگذاره. و این تنظیمات آدم رو خراب میکنه. بعضی وقتا در آدم ها میبینیم که تنظیماتشون خراب میشه، چون ما خودمون رو بررسی کردن خودمون و در مورد عادت نداریم که روی مشکلات خودمون تمرکز کنیم و کار کنیم. ما عادت داریم که از این اون شکایت کنیم، از این آدم، از اون آدم شکایت کنیم. پس آدم وقتی اینجاست باید کاملا نسبت به تغییر خودش از یک پرسپکتیو متفاوتی باید به زندگی نگاه کنه و همیشه مشکل رو در خودش باید پیدا کنه. یعنی این کلن ضد طبیعت ماست، چون ما همیشه اشتباهات رو در علی ولی در این اون میبینیم، در خودمون هیچی نمیبینیم، مشکل نمیبینیم در خودمون. پس برای شخص یک چلنجه و
لازمه که مغزش در سر جاش باشه. پس اگه مشکلات روانی دارید، درس اول میگن نباید کار کنید، یک کار دیگه ای انجام بدید، چون که اینجا بدتر میشید. سالها پیش با کابالا آشنا شدم. برادرم نزدیک به یک ساله که در کلاس ها شرکت میکنه و حتی گروه پیوسته، اما همیشه با او عصبانی میشم و شاید حتی حسادت میکردم. وقتی از کابالا صحبت میکرد همیشه میگفتم راه تو راه من نیست، اما خیلی خسته و گیر کرد. لذت ها برایم کافی نبود، باید با کابالا میامدم. آیا این درسته؟ نه، تجربه بدی نیستی. خوب، برادرت هم در کار بودنش خوبه، یعنی دوستای هست که خواهر و برادر کار میکنن، برای دوتاشون هم خوبه. میبینیم که رابطه میانشون هم خوب میفهمن. در قرن 21 خانواده ها نمیتونن با هم خوب زندگی کنن. به معنای واقعی معنویات برادر خواهر چطور میشین و یاد میده به ما. به خواهر برادرم چطور باید رفتار کنم؟ به آدم های دیگه چطور میتونم خواهر برابر باشم با غریبه ها و چرا لازم این رو انجام بدم؟ پس این بد نیست. و هر چند روز فقط یک روز را با کابالا اختصاص میدم. در روزهایی که احساس میکنم بیشتر به آن نیاز دارم، عمیق‌تر به آن میپردازم. برادرم هر روز کابالا کار میکنه و من را میترسونه. شاید در برای اون خوب نیست. نه، چیزی نیست برای ترس. هممون باید بفهمیم که گل قبل از وقتش باز نمی کنه قنچه. پس اول اومدم بعدن اومدم، در ما چنین چیزایی وجود نداره. آدم که بیدار شده باشه اون وقت اومد. هر گل یک بهاری داره و آدم اگه بیدار شده و میخواد بیاد و کار کنه، البته که میتونه کار کنه. در میان ما 70-80 سال آدم هایی هستن که 70 سال دارن و 20 سال 19 ساله هم هست. همه با همه یک نوع رفتار میکنیم. اینجا کسی که 70-80 سالشه به من رهبرم میگه، 19-20 ساله هم به من میگه استاد. و مهم اینه که ببین، روح سن و سال نداره. انسان که بیدار شده، این تقدیر الهیه. ما هم نمیدونیم که چرا ما رو بیدار کرد، دیگران رو بیدار نکرد، و یا ما چرا 8 میلیارد انسان بود چرا ما رو بیدار کرد. اینها همش علامت سوال هستند، ولی با پیشرفت کردن در معنویات خواهید دید که اینها هم براتون شفافتر میشه. چرا سیستم این شکل کار میکنه، باید به این شکل کار میکنه، چرا یک گروه باید حل بدن اون یکی ها رو، و این چرا برای انسان های دیگر و برای عموم مردم باید به این شکل باید باشه که براشون بهتره. اینها برامون مشخص تر میشه و بعد در کار هم صاحب فهم میشیم و میبینیم که آره، واقعا به این شکل باید میبود. و بعد کار کرده سیستم در چشم ما میبینید که رفته رفته همیشه تعجب میکنید. این چطور میشه؟ این چطور میشه؟ این خوب شد که این شد. حتی چیزایی که در گذشته زندگی کردیم، حتی مشکلاتی که در گذشته داشتیم، عذاب ها، روزهای بد، اون وقت میگیم که این خوب شد که این کتک رو در زندگی خوردم، و یا خوب شد که این برام شد. اون روز خیلی احساس بدی داشتم و این احساس بدی بود، ولی اگه اون نبود این نبود. و کم کم خواهیم دید که زندگی ما رو مثل اینکه یک خط مستقیم، فکر کنید یک نقطه های کوچک رو با هم میکشیم، یا نقطه 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 چین، و اونها نقطه ها رو میفهمید. آره این بود، اون فهمیدم دلیلش اینه، و همش رو از اول میفهمید. یعنی راه رو از قبل خواهید دید که چی میشه. و این زیبایی معنویات، اگه درست کار کنیم. اگه درست کار کنیم، اون وقت زندگی ما رو احساس میکنیم که بزرگ میکنه. یعنی این رو احساس نمیکنیم که به ما عذاب میده. میبینیم که به ما خیلی خوب پدر و مادری میکنه. یک سیستمی درش هستیم که به ما خیلی خوب رفتار میکنه. پس اون وقت نه اون یکی دوستت شکایت میکنه که چرا خدا این کار رو کرد. هیچ کس شکایت نمیکنه. همه برعکسش در مقابل زیبایی سیستم به خدا شکر میکنه. به این شرایط میرسه که به خدا شکر کنه. یعنی برای اینکه اینو به این شکل کرد و فکر کرد، یعنی شکر در مودی میشه که تشکر کنه. فقط فعلا به فکر مناسب یعنی درست نمیاد که شکر کنه، ولی بعد از اینکه بزرگ شدیم، پس اون زمان رو باید به خودمون بدیم دوستان عزیز برای بزرگ شدن.
به خودمون اون زمان رو باید بدیم و خودمون رو در کار مجبوریم که هول بدیم. اگه بخوای ادامه بدی سوال راهنمای من به قول شما خالق از ما دوره گفتی حواسش به ما نیست. نه به این شکل نیست، به ما به این شکل دیده میشه. به خاطر این دوستان شکایت دارن که چرا آفریده شدیم، چرا این اتفاقا به سرمون میاد، احساساتمون هم به این شکله. ولی یکم پیشم گفتیم که با پیشرفت کردن در معنویات برعکسش رو میبینیم. در از چقدر همه چیز رو برای ما انجام داده خدا، این رو میبینیم. برای ما با حساسیت زیاد همه چیز رو ترتیب داده. اگه به فکرمون نشینه هم ادامه، چگونه میتونیم آرزوی دریافت فراتر بریم با خدایی که از ما دوره یکی شویم؟ مخصوصا وقتی از آرزوهایی که نسبت به خودمون داریم خارج شدیم، اون وقت میتونیم به خدا نزدیک بشیم. چون هیچ وقت، ببین، انسان وقتی چیزی به سرش میاد همیشه خودش زندگی میکنه اون شرایط رو. در زندگی چیزایی که زندگی میکنیم به ما چیزایی هستن که خودمون رو نشون میده. پس کل احساساتمون رو به درون میگیریم، به طرف درون میگیریم. پس زندگیمون من میگذره، میگیم که من قانون اگویزم، من الان به این شکل. فقط آدم با پنج احساسش همه چیز رو احساس میکنه و فقط زندگی خودش رو زندگی میکنه و به غیر از خودش چیز دیگری احساس نمیکنه و در احساسات خودش هیچ کس دیگری رو احساس نمیتونه بکنه، چون چنین احساسی ارگانی نداره که بتونه دیگران رو احساس کنه. ولی انسان این ویژگی رو داره که بتونه دیگران رو احساس کنه. طبیعت این رو در مادرها نشون میده برای ما که بچه هاشون رو میتونن احساس کنن. این رابطه طبیعی میان بچه و مادره. طبیعتاً برای اینکه مادر و بچه به این صاحب هستن، این چیز معنوی نیست، چیز حیوانیه. ولی ریشه و شاخه اینجا هم هست. پس کارهای خدا رو از زندگی میتونیم یاد بگیریم. پس عملهای خدا مثل صحبت کردن با ماست. پس با تو همیشه در دیالوگه، ولی تو اگه همیشه از زندگی شکایت داشته باشی، از اون شکایت داشته باشی و خدا تو رو نمیشنوه، شبیه به این که با بزرگ شدن وقتی بلوغ، سن بلوغ رسیدید، میگین که پدر مادر منو نمیفهمن. مگه نه در سن بلوغ اینو میگین دیگه، پدر مادر منو نمیفهمن؟ نه، شاید بهتر از تو رو میفهمن، ولی نسبت به فکر تو رو نمیفهمن. یه شرایط به این شکل. پس کاملا به این شکل نیست که گفتی. زندگی رو همیشه از دو نگاه باید ارزیابی کنیم. یکیش اینه که از بالا به پایین رفتار خدا نسبت به آفرینش، ولی از طرف دیگر من از پایین به بالا، یعنی من احساس و فهم زندگی رو دارم و دوتاش کاملا ضد هم هستند این شرایط ها. به خاطر این دوتا وقتی به مطابقت نرسند مشکل ایجاد میکنه برای انسان. در فهم نمیتونه بفهمه، در سوالات شکایت میکنه، در همه چیز. سوال در مورد بچه دار شدن صحبت میکنید. من 50 سالمه و بچه دار نمیشم و دیگر امکان بچه دار شدن برای من وجود نداره. روزهای سخت و گمنگیزی رو پشت سر گذاشتم. در این مضرات ازدواج ما سیب دید، روند من طلاق گرفتم. این در کار معنوی من مانعه؟ نه، مانعی نیست. اگه زندگی شرایط هایی که به من میاره وجود داره، که البته که میتونه باشه، بعضی وقتا انسان ها وقتی جوان هستن صاحب نمیتونن به صورت بدنی فرصت این رو داشته باشن که بچه دار نشن، ولی اینها گناه آدم نیست که. مگه نه؟ این گناه تو نیست، چون که اینها رو تو کنترل نمی کنی. این چیز شرایط های هست که زندگی به ما میاره. پس در زندگی شرایط هایی که به ما میاره، در درون اینها ما هر چی که از دستمون برمیاد رو باید انجام بدیم. پس هیچ مشکلی نیست. اگه شخص آرزو داره، من هیچ وقت از کار دور نگهش نمیدارم، چنین چیزی وجود نداره. پس در میان ما همیشه میتونید کار کنید. برای مردها موضوع متفاوتی. مردها در کار معنوی پیشرفت و رشدشون باید خانواده داشته باشه، صاحب مسئولیت باشه. پس امسال فرمت گروه رو یکم تغییر خواهم داد.
یعنی بیزلر معنی یعنی ما اگه میخوایم معنویات کار کنیم، اگه میخوایم آدم باشیم، آدم بشیم، مثل یک مرد رفتار کردن رو باید شروع کنیم. و مرد خانوادهش، کارش، مسئولیت داره. در جامعه کارهایی که باید انجام بدیم رو چطور باید انجام بدیم رو به ما یاد نمیدن، متاسفانه به ما یاد نمیدن، و ما هم به این شکل به صورت اتفاقی بزرگ میشیم و به زندگی شروع میکنیم و ازدواج میکنیم و بعد آن میبینیم که همه چیز از هم طلاق میگیرند و غیره و غیره. و به اینها کسی که معنویات کار میکنه رفتار درست رو باید بسازیم. و بعضی وقتا دوستان با هم همفکر نمیشن، ولی همفکر بودن یا نبودنشون با من به طوری که میبینید به من ربطی نداره. چرا؟ چون که ما نسبت به فکر من هم نمیرید. یعنی اینم دقت کنید که به فکر من نیست. من هیچ وقت نسبت به فکر خودم نمیرم. من نسبت به قوانین طبیعت میرم. و قوانین طبیعت یک آدم سالم، یک جامعه سالم، یک آینده سالم برای یک معنویات سالم، باید شخص برای اینکه بتونه روی پاهای خودش محکم وایسته، اینها لازمه. و حالا انسان‌ها از خانواده‌ها اگه دست بکشن، طلاق بکشن و یا به خانواده گرم نگاه نکنن که همه جدا میشن، چرا ازدواج کنم؟ اگه این هم بگن، به من اعتماد کنید که در آینده انسان‌ها به نقطه‌ای میرسن که خانواده یک احتیاج طبیعی خواهد بود. میگه که شخص اگه خانواده نداشته باشم نمیشه، نمیتونم زندگی کنم، بدون خانواده چطور میشه؟ اینو خواهند گفته که هم پیشرفت کنیم. فعلا ته ته رو ندیدیم، فعلا زمان داریم این هم ببینیم. آره، ولی من همیشه گروه رو کمشم گفتم که جلوی زمان باید باشیم، همیشه از پشت نه، همیشه باید جلوتر از زمان باشیم. پس این برای مردها مخصوصا اینو میگم که خانواده، صاحب کار، صاحب بچه، از خانواده مسئولیت خانواده رو بر عهده گرفتن، این چیزیه که چیزهای پایه هست که مرد رو مرد میکنه. که به خاطر این برای تو مشکلی نیست، همیشه میتونی کار کنی. سوال یکم طولانیه، اونو خلاصه کنید به من بفرستید، چون که سوال طولانی رو اگه بخونیم به دوستان دیگه نمیتونیم. سوال: در درس هشتم یکی از دوستان گفت که خواب دیده، شما هم پاسخ دید که رویا یا خواب در معنویت هیچ اهمیتی نداره. آیا واقعا به این شکله یا برای اینکه فکرمون به اونجور چیزا نره نمیگید؟ اگه آیا به واسطه رویا یا خواب به ما راه نشان داده نمیشه؟ ببینید دوستان، خواب رو حیوانات رو هم میبینند. هر چیزی که زندگی میکنیم وقتی خوابیدیم، مغزمون اونها رو فرمت میکنه. هر چیزی که زندگی میکنیم به تجربه خانه ذهنمون انباشته میشه اونجا. هر چیزی که زندگی میکنیم در زندگی به صورت تجربه در حافظمون ذخیره میشه. پس مغز چیه؟ یک حساب کتاب، ماشین حسابه و هارد دیسکه، حافظ است. پس نسبت به فکر خودش از چیزهایی که زندگی کرده حساب کتاب میکنه و به شما هم اصلا بستگی نداره. انسان خودش تصمیم نمیگیره که بعدن یک کار میکانیزم کارکرد داره. چیزهایی هست که زندگی کردم نسبت به این حساب کتاب اینها رو انجام میده به صورت منطقی خودش. یعنی نسبت به چیزهایی که زندگی کرده حساب کتاب میکنه. و ما آدمی درون ما خودمون رو نمیدونیم که یعنی فعلا در درون من که در درون بدنم زندگی میکنم نمیدونم که چیم. یکم کار کنیم میبینید که ما بدن رو، نه بدن من رو اداره میکنه. پس من و بدن دو چیز متفاوت هست، این رو خواهیم دید. احساسمون همین رو میبینه، من و این بدن، و این نسبت به فکر خودش میره و این نسبت به فکر من نمیره. پس یکم پیشم گفتیم که ضد طبیعت هم باید برم، در یک نقطه باید به این برسم، یعنی کل
کارمون ضد بدنه. اگه بدن به صورت فیزیکی دیده بشه هم به این شکل نیست. بدن آرزوی گرفتن لذت برای خودشه و من هم نقطه در قلبم اگه بیدار شده باشه از طرف دیگر من یعنی همیشه در نقطه میان اینها در تضادها هستم همیشه. پس رویا خواب اصلا ربطی نداره. اونها ما رو چیزهایی که زندگی کردیم رو فرمت و برنامه ریزی دستبندی میکنه در مغز و وقتی خوابیدیم فرمت میکنه. اگه همیشه بیدار بودیم همیشه چیزها رو زندگی میکردیم اون وقت عقلمون رو از دست میدادیم. فکر کن که مثلا همیشه غذا میخوری اصلا وای نمیستی فقط غذا میخوری چی میشه؟ میتره که میگه پس شخص هم حالا خوابیدنش اینه که خودش رو فرمت میکنه، تازه میکنه خودش رو. پس برای آدم هر روز مثل اینکه زندگی جدیدیه. چیکار میکنه؟ هر چیزی که دیروز زندگی کرده بود با اونها یک آدم جدید میشه و به روز جدید شروع میکنه. هر روز یک صفحه جدید مثل اینکه باز میکنه به زندگی. سوال یا با ارزش ترین مفهوم برای زندگی ما از نظر کابالا یا مفاهیم مهمتر و ارزشمند از دانش وجود داره؟ نه. دانش دانستن چه فایده داره برای ما؟ دانستن در معنویات یعنی زندگی کردن، شرایط رو زندگی میکنن. در دنیا کتاب خوندم این چیزها رو میدونم میگیم. آدم هیچ چیز رو نمیدونه. اگه چیزی زندگی نکرده باشه نمیتونه بدونه. نسبت به فکر خودش میتونه فقط نظر بده. فلسفه هم از اونجا اومده. پلاتون اینا هم میدونید افلاطون رو همش از منابع کابالای قدیمی که به یونانی ترجمه شده بود اونها رو خوندن و از روی اونها فلسفه بافتن و هیچ کدوم چیزی به دست نیاورده بودن. دانستن یعنی اتفاق رو زندگی میکنم، رابطه علت و معلول رو کاملا مشخصه برام و کاملا میدونم که چی میشه و این لازم بود که به این شکل باشه. با این هم فکرم و طبیعتم در داخل اون هم فکری در اون جریان میره جلو. این یعنی دانستن. به خاطر این اطلاعات مهمترین چیز نیست، به دست آوردن واقعیت مهمترین چیزه، چون دانستن واقعی اینه. و فرای این هر کسی چیزهای دنیوی رو بدونه چی میشه؟ چی میدونی؟ مثلا بدن رو میدونی؟ یعنی به سرمون با کشف اسلحه ها به غیر از کشف اسلحه ها چیز دیگری انجام ندادیم. کل تکنولوژی برای صنایع سلاح سازی بود. از اینترنت تا موبایل همه چیزمون از ارتشه. و اول انسان ها رو چطور میتونیم بکشیم با این تکنولوژی و بعدن اینها رو بفروشیم و چطور پول همه رو بگیریم که اسلحه های جدید رو بتونیم منبع داشته باشیم که بتونیم بسازیم. و انسان ها ارزشی که از دانستن میدونن اینه. ما نمیتونیم اونجا باشیم. اندیشمندان شناخت خود را در مهمترین مسئله زندگی میدانند. از نظر کابالا مسئله مهمتری دار. ببینیم پنج حسمون رو در معنویات نمیتونیم استفاده کنیم. پنج حسمون یک ابزاره که چیز اطرافمون رو احساس کنیم. پس احساساتمون یک ابزار هستند و چیزهایی که زندگی میکنیم که بر روی احساساتمون تأثیر میذاره دلیل سببه. و برای اینکه بتونم اون رو احساس کنم ابزار این احساسات و در درونم چیزهایی رو احساس میکنم و تفکرهام نتیجه هست. از یک گذر رد میشیم به این شکل. در معنویات هم باید چیکار کنم؟ باید این عملهای پشت سر هم رو چیزایی که زندگی میکنم برای اینکه در قدم بعدی استفاده کنم باید عقل به دست بیارم. پس برای ما یکم پیش هم گفتیم که برای ما مهم نیست که خوب یا بد احساس کنیم خودمون رو. اگه واقعیت رو میخوایم چی احساس میکنم
نسبت به احساسم پهن بدم و قدم بعدی رو برای اینکه بتونم بسازم باید به اون نقطه برسم، یعنی خودم رو بر فرای احساس باید بتونم ببرم که مثل حیوان زندگی نکنم. انسان نسبت به این زندگی میکنه که خودش رو خوب یا بد احساس میکنه، نسبت به این زندگی میکنه خودش رو یا بد احساس میکنه یا خوب. انسان هم به این شکله، در دنیا دو حس وجود داره، خودم یا رای خوب احساس میکنم یا بد، در میان اینها چیزی وجود نداره، یا خوب یا بد. و اگه بخوام برم فرای اینها پس این دوره رو باید خیلی خوب بفهمم که یعنی از کار باید اطلاعاتی فضیلتی باید باشه که از کار بتونم بگیرم که چیزایی که زندگی کردم رو با چیزایی که یاد گرفتم بتونم ربط بدم و از این رابطه برای درجه بعدیم یک قدم بعدیم بتونم برای خودم راه باز کنم. در زندگی دنیاوی مفاهیم مانند نانو میکرو آیا در معنویات هم وجود داره؟ نه، ببین در معنویات دستاورد عمیق وجود داره، اون هم از کجا یاد میگیریم؟ چطور میبینیم در زندگی دنیاوی هم به این شکله؟ بچه در رحم مادره، هیچ دستاوردی نسبت به زندگی نداره، بعد از اینکه متولد شد کم کم با بزرگ شدن زندگی رو شروع به فهمیدن میکنه. به خاطر این از بچگی تا بچگی میریم رفته رفته چیکار میکنیم؟ زندگی رو فهممون، ادراکمون، احساساتمون پیشرفت میکنه، رشد میکنه، یعنی ظرفمون بزرگ میشه. به خاطر این هم بدن بزرگ میشه، چون که آرزوهامون بزرگ شد. بعد بزرگ شدن بدن به این شکل، خواسته گرفتن اگومون با بزرگ شدن بزرگ میشه. در معنویات هم دقیقا به این شکل خواهد بود. پس همیشه داخل تمامیتیم. یک بچه هم وقتی متولد میشه تمام ارگانهایی که یک آدم بالغ داره رو داره، دست و پاهاش رو ولی نمیتونه ازش استفاده کنه. چرا به همراه اونها به دنیا میاد؟ چرا وقتی احتیاج پیدا میکرد اون وقت دست و پا در نیاورد و از رحم مادرش با انگشتار دست و پا که استفاده نمیتونه بکنه به دنیا میاد؟ چون که در معنویات همیشه تمامیت رو لازمه تمامیت رو داره. پس در معنویات متولد شدن باید در داخل تمامیت باشه و اون تمامیت باید رفته رفته بیشتر بشه، در معنوی پیشرفت کنه. اگه بخوایم خدا رو بفهمیم زندگی رو باید بفهمیم و بعد اون در راه معنوی میخوایم وقتی خودمون رو مسیر بدیم راه رو بفهمیم، فهممون برسه. یکم پیش هم گفتیم که زندگی صحبت میان ما و خداست. پس شخص در رشد چیزایی که افشا میشه براش اعماق واقعیت زندگیشه. یعنی بعضی وقتا میگن که از آسمان ها نور اومد، چی اومد، من هم پرواز کردم، بال در آوردم. نه، چنین چیزایی وجود نداره. بعضی وقتا چنین داستان هایی هست در بیرون میفروشن اینا رو. فهم عمیق زندگی اینه که شخص به همراه عملهای خدا اونها رو بتونه احساس کنه و از درون زندگی بتونه با اونها هماهنگ بشه و احساس کنه که با او راه میره، به همراه او هست، اینو احساس کنه. پس این یک آگاهی اضافی رو لازمه و به این حس اضافی روح میگیم. شرایط به این شکله. سوال: آیا خط راست گالگالتا چگونه ارحوز آتسیلوت؟ ببین اونها رو ول کن، فعلا اونجا نیستیم که، ولی خوبه که کتاب رو میخونیم. ولی قبل از اینکه من موضوع رو کار کنیم لازم نیست که اینا رو بپرسید. این وقتی تاس کار کردیم ترمود دسته فروت، بعد از اینکه 3-4 سال بعد که اگه در میان ما بودی، آب، ساگ، ما، بون، دنیا ها، اونها رو صحبت خواهیم کرد. وقتی سوال میپرسید از من، از شرایطی که درش هستید بپرسید، از عالم خیال نه. سوال: من توسط مایکل لایتمن روزهای اولیه درگیر اسرائیل و فلسطین رای شده بود گوش دادم. اون صحبت رو تأکید اصلی پاسخهایی که وی در این مصاحبه داد این بود که جامعه اسرائیل تنها در صورتی میتونه این مشکل حلش کنه به وحدت اجتماعی دستیابه. من درک میکنم یک کابالیست زمانی که واکنش هیستریک اجتماعی در مورد پدید سیاسی جاری سوزان در بالاترین سطح در
جامعه او باشد، در این مورد این موضوع اظهار نظر برجسته‌ای نمی کند. با این حال تا آنجا که من از درس هایی که تاکنون گوش دادم متوجه شدم که هدف اصلی ما اینه که بدی در وجودمان را آشکار کنیم و سپس به هدف خود از خلاف برسیم. اگه شما را درست فهمیدم، آیا بهتر نیست که لایتمن در مصاحبه اظهاراتی را بیان کند که در مورد موضوع را آشکار کند و فراتر از بیان منشأ مشکل به عنوان فلسطین و عدم اتحاد اسرائیلی در برابر آن بیان اشاره کند؟ به دو شکل میتونه بگه. یک کابالیست باید همین چیز رو رو راست بگه، ولی همیشه به شکلی باید بگی که بچه بفهمه اون رو. به یک بچه به شکلی نمیتونی بگی که بچه قهر کنه. و اگه فعلا ملتت رشد نکرده و دلیل ها رو علت ها رو نمیدونن، نمیتونی بگی که بیا اینو انجام بده مثلا مستقیم. پس باید خیلی حساس یک چیزایی رو بگی و من هم در بیشتر موضوع ها هیچی نمیگم. چی میتونم بگم واقعیتش؟ هم به دوستایی که با ما کار میکنن و هم در مورد جامعه همون، ولی نمیگم. چرا؟ چون یک چیزی که نمیفهمه رو اگه بگی عالم این نه معنی نداره، چون گیج میشه و نمیتونه به تو مفهوم بده و به تو دشمن میشه. یعنی لازم نیست این کار رو انجام بدیم. به خاطر این هم شرایط کشور معلومه و واقعیتش اون اتفاقات اگه نمیافتاد برای عرب ها خوبتر بود. Atmasalardı roketleri. Yani اگه موشک ها رو نمی زدن و در جای خودشون می نشستن، اگه فکر من رو بپرسی، برایشون بهتر می شد. Büyük ihtimalle. یعنی با احتمال بزرگ اون عملی که انجام دادن اسرائیل رو نجات داد. یعنی benim bakış açımdan değerlendirecek olursam az nazar hemen اگه بخوای بدونی اگه موشک ها رو نمی زدن و جاشون می نشستند onlar için daha iyi olacak. برایشون بهتر بود. Çünkü zaten ülkenin gidişatı iyi değildi. Yani kişfer خوب نبود. Yani onlar şeraitiş ve آنها با انداختن موشک به ملت از روی اجبار با عذاب، ببین عمل رو انجام بدید، عملهای خدا رو دقت کنید، میگیم که در میان انسان و انسان رابطه باید خوب باشه، مگه نه؟ اگه جامعه از هم جدا شده باشه، اسرائیل به اون شکل بود، همدیگر رو میخوردن و به این خاطر هم حماس اگه حمله نمی کرد، یعنی احتمال بزرگ کشور خودشون رو خودشون تقسیم میکردن، از هم میپاشید کشور در اون نقطه بود. یعنی یهویی حمله کردن، موشک زدن و اون اتفاقای بد اتفاق افتاد و ملت، ببین، از عذاب، خوب گوش بدید، از عذاب اتحاد پیدا کردن با هم و این پیشرفت با عذاب، پیشرفت با رنج، چون همه چیز مجبوره که به طرف هدف آفرینش بره و این موضوع مهمیه و حتی میتونیم برای این یک روز جدا کنیم و صحبت کنیم. از کوه سینا شروع میشه علت و معلوم و اگه به گذشته هم بریم، نقطه ای هست که در کوه سینا شروع شده که ابراهیم اسماعیل رو به تبعید میفرسته و از اونجا شروع میشه یک جداسازی هست. و از اونجا در بین شرایط اسحاق و اسماعیل در اصل اتفاق از زمان ابراهیم میاد و اون موضوع متفاوتیه. من هم بعضی چیزها رو نمیگم، چون نه شما نه کسایی که گوش میده شرایطی نیست که بگیم براش. یعنی از شرایطی که درش هستیم، یعنی لازم نیست که هم بگیم، لازم هم نیست. چیزی که باید بفهمیم دوستان عزیز، هر ملت در دنیا، هر ملت، هر شخص، هر فرد به طرف هدف آفرینش میره. مجبوره که به این شکل باشه و متاسفانه ما وقتی صاحب عقل نشدیم اینها با عذاب و رنج میشه. پس به طوری که میبینید
کل خاورمیانه، یمن باشه، عراق باشه، سوریه، لبنان، فلسطین، در آینده چند جای دیگه هم خواهد بود، یعنی در داخل آشوبه. ما خیلی شانس داریم که خدا ما رو واقعا یعنی یک چاقوی برنده رو به با کره رو میبری به دو تقسیم کردی و ما رو یعنی آتاتور که البته که از طرف خداست فرصت ما رو از اون طرف جدا کرد و به طوری که میبینید جدا کرد ما رو، چون که ما کاری داریم و ما هم مجبوریم که رو در رو بشیم با این کارمون. به خاطر این گروه به طوری که میگم، به فرمتی که من میگم، باید وارد بشیم هم böylece öncelikle ana amacı hizmet edilmiş. Yok, gerek yok. Ne lazım nispet. Bir kabalist her zaman yaratılışta. Yek kabalist همیشه نسبت به هدف آفرینش میره، چون که یک کابالیست وقتی میگیم میشه نمیشه، وقتی میگیم میمیره یعنی اونم نمیشه. هممون باید بفهمیم که آفرینش نسبت به نقشه خدا میره. پس در دنیا هیچ کسی، نه پوتین بود، نه بایدن بود، ترامپ بود، هیچ کسی هیچ تأثیری نداره به دنیا. و فکر کردن این که تأثیر دارن هم خیلی مسخره هست، چون که همه چیز دست خداست. همه چیز دست خداست و در زندگی با پیشرفت کردن خواهیم دید که در زندگی ما هم احساس میکنیم خیلی وقتا که نمیتونیم کاری انجام بدیم و هر کاری که این انجام دادیم کدومش رو ما انجام دادیم در زندگی؟ هیچ کدامش رو. آدم متولد میشه در دنیا، بچه کی میشه، کدوم کشور، کدوم مذهب، کدوم فرهنگ، بعد تأثیر محیط، محصول محیط، 20 سالگی وارد جامعه میشه و بعد آن هم سرازیری. پس هیچ کس در مورد زندگی یعنی چیزی نیست که خدا بر عهده انسان گذاشته باشه. ما اینجا مثل تماشاگر هستیم، ناظریم. با به دست آوردن فضیلت معنوی از ناظر بودم میتونیم وارد زندگی، اگه انجام بدیم اون هم. اگه انجام بدیم هم انجام دادیم. سوال: پس از اینکه فرد از ادراک من خارج شد، بر نفس خود غلبه کرد، خالق را به حداقل رساند و آن را از دست داد، دوباره به حالت پیش پا افتادگی میفته؟ اگه به این شکل، کابالیستا میگن که این چرخه تا اصلاح نهایی تکرار میشه. پس ماساخ در کل این جریان از کجا میگذره؟ شبیه به این که در این دنیا که تولد پیدا کردی متولد شدی، در معنویات هم متولد میشی. در معنویات هم وقتی متولد شدیم به دنیای جدیدی متولد میشیم و بعد آن در این دنیا چطور بزرگ میشیم؟ در معنویات هم بزرگ میشیم و در این دنیا چطور با افت و خیز ها بزرگ میشیم؟ میفتیم، پا میشیم، یاد میگیریم، زندگی میکنیم. در معنویات هم دقیقا به این شکله. پس همیشه در منابع مقدس معتبر شخص همیشه مثل این که با خدا میانشون خرابه. شما هم شکایت دارید؟ همه شکایت دارن. داوود هم شکایت داشت، 40 سال جنگ میکنه. موسی هم جنگ و جدال داشت، چرا من رو میفرستی، من این چیزی ندارم با اینها صحبت کنم. به این شکل بود، از روی اجبار. همیشه افت و خیز داره. به داستان اگه نگاه کنی چه آدمیه میگی؟ اگه به اعماقش بری میگی که چی میشه، چی شد. ولی همش افت و خیز داره، میفته، پا میشه و افت و خیز برای آدم مشکل ایجاد میکنه. پیشرفت هم یعنی سقوط هم، دوتاش هم برای آدم مشکله، چون که وقتی افتاد سقوط کرد مجبوری از عهده پستیت بیاد و وقتی پیشرفت کردی باید اگوت رو پایین بیاری، چون که پیشرفت اگو و لذت گرفتن از این هم بعده. یعنی وقتی میفتی پستی بزرگتر میشه و برای آدم همیشه مشکل ایجاد میکنه. به خاطر این منابع معنوی داستان ها وجود دارن. وقتی هم خوندی ابزورد میاد، یعنی نمیتونیم مفهوم بدیم، چون که چی میشه، این چی میشه که مثلا این اتفاق میفته و غیره. و صحبت ابراهیم با خدا و
شکایت آدم نسبت به خدا. مگه نه آدم هم به خدا میگه که من آیا با این الاغ از یک ظرف خواهم خورد غذا رو؟ چطور؟ یعنی از خدا حساب کتاب میپرسه. یعنی تو من رو با الاغ به یک جا میذاری؟ یعنی میگه که آدم یه ثانیه، شکایت هست، شکایت هست، یعنی ساکت باشی، که آروم باش، آروم باش. ولی در معنویات نه، نمیشه، افت و خیز داریم، راه هست، ساکن نمیتونیم باشیم. پس رفت و آمد داره، شخص نمیشه، میفته پا میشه. پس یکم پیشم گفتیم اگه شخص میخواد کار کنه، واقعا مغزش باید سالم باشه، که لحظه به لحظه خودش رو در رفتارش اون احساسات رفلکسیوی که در درونش بیهوی به وجود میاد بتونه اونها رو بررسی کنه، بر آنالیز کنه. عقل همیشه باید، چون اگه احساست زیاد باشه احمق میشی، اگه عقلت زیاد باشه اون هم احمق میشه، دوتاش هم ضرر داره. پس احساس و عقلی که متناسب با همه، یعنی چپ راست، عقل و احساس باید هماهنگ هم باشن در یک درجه تقریبا. سوال: درس های سال گذشته، درس های مقاله شماتی را باش را تحت امکان تماشا میکنم. ما یا توصیه میکنید از اکنون شرکت در کلاس های صبح رو شروع کنیم؟ اگه فرصت داری داره فایده داره براتون اگه بتونید. چرا؟ مثلا اگه در خانواده مشکل ایجاد نکنه به اون شکل کار کنید. ساعت های کاری ما یکم عجیب غریبه. چرا شم بگم؟ کسی که زود بیدار میشه، و کسی که زود بیدار میشه راه بیشتری میتونه بره. قانون زندگی ما به این شکل، پس ما زود میخوابیم و زود بیدار میشیم و زیاد راه میریم، و به خاطر این شب بیدار میشیم. ولی در خانواده، یعنی آسایش دیگران رو به هم نزنید. اگه هم مشکلی بود، در طول روز از آرشیو میتونی گوش بدی. برای زنها به این شکل، چون که زنها اگه صاحب خانواده هم بچه دارن، نمیدونم این اون دارن، زنها مثلا میتونن این رو در طول روز ببینن درس ها رو، چون زن یعنی لانه، و لانه ره خودمون رو نمیتونیم آسایشش رو خراب کنیم. مرد یکم متفاوته و اون یکم تلاش بیشتر باید انجام بده. مرد مخصوصا در آفرینش مهمترین قسمتی که باید اصلاح بشه مرده. پس در کل دنیا کل مشکلات معمولا مردها به وجود میارن مشکلات رو. پس شب بیدار شد، مجبوره که شب بیدار بشه، یعنی در عمیق‌ترین نقطه خوابش باید بیدار بشه، که خواب خیلی لذت داره در اون ساعتها. و بروز خدا الان از خوابش مهمتره، با این فکر باید بیدار بشه، و هدف آفرینش مهمترین فکره و نیتش مشخصه. بروز باید به این شکل شروع کنه شخص. هزاران ساله که به این شکل، چیز جدیدی نیست که انجام میدیم. کابالیستا هزاران ساله که هر کس وقتی میخوابن کار میکنن، چون وقتی همه خوابیدن کار کنی به فکر تفکرهای دیگران نمیاد. همه مثل مرده هستن، ولی تو مثل اینکه زندگی میکنی. سوال: درس های گذشته رو دیدم، اگه خوب اینو صحبت کردیم، در 2036 چی رو میبینید؟ شما میتونید سوال رو پاسخ بدید، در 2036 چی میشه؟ فعلا به کار ما بستگی داره. اگه معنویات کار میکنیم، انتخاب ارادی آزاد رو ازش استفاده کنیم، نقطه ای که در میان خواست گرفتم و نقطه در قلبه، میفهمیم اگه زندگی بر عهده زندگی بگذاریم، کتک های زیادی میخوریم. در این شکی نیست، لازم نیست که بگم زیاد اذیت میشیم، هم به صورت دنیا، هم به صورت جمعی جامعه. ولی در هر جامعه ای به این شکل خواهد شد، فقط در ما نه. میبینید که دنیا رو خدا مثل اون
آسیابهایی که با دست اینجوری آسیاب میکنن، مادر بزرگ من داشت هر روز در اونها قهوه آسیاب میکرد و خدا هم 8 میلیارد آدم رو مثل اون آسیاب میگذاره و اونجا آسیاب میکنه، کم کم با آرامش آرام آرام میچرخونه اون رو. به من مادر بزرگم میگفت که بیا این رو میدونی، بیا بشین به تو این رو یاد بدم، به طوری که در بچگی یاد میدادن صبحانه رو به من یاد میداد و دعاها رو به من یاد میداد، اون قهوه رو درست میکرد و از طرفی هم به من دعا کردن رو یاد میداد و خدا هم به آدم از طرفی آسیاب میکنه، از طرفی هم میگیم دیگه اینا رو. منطق یکیه. پس به هر نسل چی میگند؟ آدم هایی که خیلی کم در میان نسل ها چند تا انداخته اینجوری، و ما هم باید رشد کنیم و به خلقمون انسان ها هم باید کمک کنیم و باید بگیم اینها رو، چون احتیاج پیدا خواهند کرد به اونجور چیزا. الان اگه اینو احساس نکنند هم آدم با کشیدن عذاب احتیاج پیدا میکنه که بره دکتر. سوال: من بی اختیار ساعت 3 بیدار میشم و خوابم گریه میکنم، برای این سوال طبیعیه؟ این زمان خوبیه که درس رو گوش بدی. الان وقتی ساعت درس بیدار شدی میتونی درس رو گوش بدی دیگه، منطقیه؟ آه؟ در این سوال هم میرم وقتی خورشید طلوع میکنه دعا میکنم، بلافاصله دعا هم پیدا یعنی جواب پیدا میکنه. این طبیعیه ولی در آینده طبیعی نخواهد بود. الان خدا تو رو بیدار میکنه، باید پیام رو بگیری برای اینکه خورشید رو خورشید طلوع کنه. فرصت خوبیه. اوکی باشکا Ahmet sormuş. Bu da son sorusu herhalde. Sual آخر. مطالعه معنویات بدون رهبر خطرناک هست. آیا انسان نمیتونه تنها به کار با کتاب ها انسان کامل بشه؟ بدون رهبر دانش آموز نمیشه که، بدون استاد نمیشه که. اگه بشه از کتاب ها آدم نسبت به فکر خودش مفهوم در میاره و کسی که واقعیت رو نبینه نمیتونه که مفهوم واقعی ببینه. پس کتاب های مقدس رو، کتاب های معنویات رو میخونن و فکر میکنن که موسی و ابراهیم وقتی مینویسه مثل اینکه تاریخ شناس بودن اینها، مثل اینکه چیزهای تاریخی هست و در مورد ابراهیم چیزهایی نوشتن فکر میکنن، یعنی کاملا یعنی اشتباه دیگه. اون اتفاقا وقتی افتاد چی میشه؟ 1001 چیزهایی هست که از دینها به وجود میاد و بعدن همه میگن که کتاب اینو میگه، من حق دارم. اون یکی هم میگه نه اینو نوشته، من حق دارم. الان اون یک منبع نشون میده نسبت به اون حق داره، اون هم نسبت به منبع خودش حق داره. کی حق داره اینجا؟ برای اینکه واقعیت رو به دست نیاورده هیچکس حق نداره. هم دوتاش هم داخل دروغ زندگی میکنن، در داخل دین هم 1001 مفهوم متفاوت وجود داره، پس نمیتونن با هم کنار هم بیان. کل دنیا بگیم که یک دین هست، مهم نیست که کدوم دین باشه، مهم نیست اسلام باشه، یهودی، مسیحیت، مهم نیست، یک دین فقط باشه، بگیم آخرش هممون همدیگر رو میخوردیم اونجا، میکشتیم همدیگر رو. اگه واقعیت رو نبینیم و هر کس خودش رو طرف حق میبینه، چیزی تنها چیزی که میتونه اتفاق میفته، یعنی چیز مابقی که میبینه میمونه، خودمون رو میخوریم همدیگر رو. و ایگوی انسان نسبت به پیشرفت ایگوی انسان، همه به خاطر اینکه میخواد صاحب کنترل بشه، برای اینکه تز خودش رو حق بده چی کار میکنه؟ چیزهایی که در کتاب نوشته رو به صورت رادیکال تر انجام میده، مگه نه؟ چون که در دین ها چطور طرف حق میشی، وقتی رادیکال تر میشی طرف حق تری دیگه، و اون هم فقط
به طوری که همیشه در انسانها بود، همیشه خون و خون ریزی میاره. در کدام دین باشیم فرقی نمی کنه. به طوری که در خاورمیانه میبینیم، همشون از یک دین هستن ولی همدیگر رو میکشن. به خاطر این، انسان اگه واقعیت رو نبینه هیچ چیز نمیتونه بگه. کس اگه رهبری نباشه که واقعیت رو ببینه و دیده باشه، به هیچ چیز نمیتونه مفهوم بده. پس همش یک فهم ظاهری هستند و اونجوری باقی میمونند و در اعمال ظاهری باقی میمونند و در اصل هیچی نمیشه ازشون. پس به دیندارها معنویات رو نمیگیم، به دیندارهای متعصب. در کتاب ها هم نوشته که معنویات رو نمیتونیم به بت پرستا درس بدیم. واقع این درسته، رفتار درستیه. برگیریم باشنده اکومادیم شیلر var ملیح سوالات هلی بو سوالات ده جواب بیالیم. آه نه کار چوک سوال گلمیش بونلار سولمیدیمیز بنا. Okay. Başka soru almayın da hadi bunu. Sual diğeri نگیرید. Hem tamam کنیم. الان درسمون ساعت 9 نیم تموم شد. هر کسی که بخواد میتونه بره، مشکلی نیست. من نسبت به قوانین سوال ها رو تموم کنم که بتونیم با صفحه جدید ادامه بدیم برا. و اینجا هم دوستان 18-19 ماه کنگره داریم و دوستایی که در مرکز آموزشی هستند، دوستان زوم تنظیم میکنند، میتونید شرکت کنید در کنگره از زوم. اگه شرکت نکرده بودید میتونید شرکت کنید و اگه شرکت کنید همچه خوب، اون هم مرکز آموزشی براتون تنظیم میکنه، یعنی فراهم میکنه شرایط رو. سوال: در کتاب صاحب نردبان گفتگوی راوی یهودا آشلاک با هیتلر و دعوت او به صلح و دیدارش با استالین تمثیلیه؟ یکم رمان رمانتیکیه اون صاحب نردبان، مثل یک رمان رومانتیک باید ببینی. بعضی چیزها درونش هست که واقعیه ولی از طرفی هم رومانتیکه. سوال: آیا نادیده گرفتن در کابالا چه جایگاهی داره؟ به غیر از او کسی نیست نه به این شکل نه. با کار کردن میفهمیم. الان در مرکز آموزشی هستیم و این قوانین یکم سخته که بفهمیم، یکم باید زمان بدی بهش. سوال: نیت درست چیه؟ نیت درست رو تو از داخل کار باید خودت بسازی، تشکیل بدی. رهبر به تو نمیتونه بگه که نیت درستینه و اینو بیا. اون در دین ها هست فقط. اون چی میشه؟ یعنی چیزی که استاد گفت، کورکورانه باور میکنن و به این شکل نمیتونیم معنویات کار کنیم ما. شخص از درون کار باید خودش بزرگ بشه و کار یعنی کاری که انجام میدم من رو باید بزرگ کنه. و از کار نیتم باید چی باشه، رو کردنم به خدا باید چطور باشه، در زندگی باید چی رو طلب کنم، چی بخوام، چطور بزرگ بشم، اینها چیزهایی هست که شخص اینها رو انجام میده و من به صورت رهبر به این شما اینها رو نخواهم گفت. و پرسیدنت هم خوب شد. پس در کار رشد کردن تو مسئولیتش با خودتون باید باشه. به طور دیگر مثل دین کار میکنید معنویات رو و این آخرین چیزیه که میخوان. یعنی برای اون اگه واردش بشید دیگه نمیتونی خارج بشید. پس شخص رفتار درست نسبت به کار رو باید انجام بده. رهبر نمیتونه شما رو وارد معنویات کنه. رهبر فقط رهبری میتونه بکنه. اسمش روشه، رهبر. چی میگه اینجا؟ یکم دقت کن، اونجاست چپ برو، راست برو، اینجا چاله هست، دقت کن، 100 متر جلو میری، اونجا هم یکم فکر کنی خوب میشه برات. به این شکل در آینده مثلا پرتگاه هست، مثلا نگاه کن. چرا؟ چون که زندگی متعلق به شماست و ساختن این مسئولیت خود شخصه. در معنویات هم، در زندگی دنیوی هم به این شکل. بچه رو به هر نحوی باید خارج کنی از خونه که بتونه بزرگ بشه. در معنویات هم مسئولیت خودش رو، بزرگ شدن خودش رو شخص باید عهده بگیره. به خاطر این، نیت درست چیه، دعای درست چیه و رفتار درست نسبت به کار رو میتونم بگم. ولی دعای درست، نیت درست، باید چی باشه، چی کار باید بکنید، کل اینها از کار
یعنی شخص باید اینا رو احساس کنه که لازم داره، در درونش لازم اینها، و یعنی باید اینا رو احساس کنه، یعنی بر احساس کنه که کار بر روش تأثیر میذاره به این شکل، یعنی از بر کاری انجام نمیدی. و این سوالات پرسیدنتون خوبه، چون نمیتونیم بفهمیم. ببینید سوالات ما رو وارد میکنه به نوعی، یعنی باید چی کار کنم، چطور باید، چیو انجام بدم، چیو ندم، و با سوالات کار رو شفافتر میکنیم. پس سوال جواب برای ما خوبه. سوال: در کتاب های داستان هفت خفته در کتاب آسمانی چیه؟ به ما چی میگه؟ و پناه گرفتن در 300 سال در غار خوابیدن چی بود؟ نمیدونم. ما برای اینکه نمیخوابیم زیاد، نمیتونم خودم رو با این موضوع ربط بدم. ما خواب کم زیاد کار کردن در این مود هستیم، یعنی به خاطر این به صورت تمثیلی نگاه نکن همیشه. چرا؟ به مثال هایی که در گذشته هست و نمیتونیم بفهمیم وارد میشیم. مگه ما آدم منطقی هستیم، عقلمون سر جاشه؟ برای ما حالا زندگیم باید چی باشه؟ آیا اون باید مهم باشه؟ آیا این نباید مهم باشه برامون؟ هفت آدم رفتن در غار، نمیدونم 300 سال خوابیدن اونجا، و 10 نفر زهر رو نوشتن. از کجا بدونم؟ یعنی کجا چطور بتونم بدونم آخه؟ در معنویات این شرایط رو چطور ازش استفاده کنیم؟ ما یا میتونیم ازش استفاده کنیم در معنویات؟ ما در قرن 21 زندگی میکنیم و رفتار ما 300 سال پیش، 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، آدم هایی که زندگی میکردن، نمیتونیم مثل اونها رفتار کنیم، چون که ما متعلق به اون نسل نیستیم، نسل متفاوتی هستیم. پس همیشه نسبت به اون نسل باید گفته بشه، یعنی به آدم هایی که در قرن 21 میفهمن به اون شکل باید الان توضیح بدیم. طبیعتمون اینه، اگه به این شکل زندگی کنیم اینها به این شکل میشن، این میشه. آیا میبینی که به این شکل این، آیا به بیچارگی رسیدی؟ معنای زندگی رو میپرسی؟ اوکی، معنی زندگی اینه، اگه میخوای بیا کار کن، بیا کار کن. ما انسان هایی که 50 سال 100 سال پیش کار میکردن ازشون دوریم، به اون شکل نمیتونیم کار کنیم. نسل آینده هم خیلی متفاوت تر خواهد بود. به خاطر این گروه رو هول میدم، به خاطر این. چرا؟ چون که گروه نسل آینده، برای نسل آینده باید حاضر باشن. در غیر این صورت کی بزرگ میکنه اونا رو؟ کی از اونها نگهداری خواهد کرد؟ به خاطر این به فکرتون همیشه شرایطی که دنیوی که درش هستید و زندگی شرایط زندگی که درش هستن و از درون این چطور به صورت معنوی میتونیم پیشرفت کنیم. سوال: آیا استفاده نکردن از نیت بد به معنای سرکوب نیست؟ نه. نیت بد یعنی همیشه برای اینکه در درون نیت بد هستیم نسبت به طبیعتمون، چیزی نیست حرف بزنیم. آدم همیشه نیتش خرابه، بده، درسته. الان ما آرزوی گرفتن لذت هستیم و آرزوی گرفتن لذت رو برای منفعت خودمون اگه به دیگران فکر نکنیم، این اگویزمه. همه برای خودش استفاده میکنه و به دیگران ضرر میزنه. پس چیزی که باید انجام بدم اینجا اینه که در اصل صاحب آرزو من نیستم. در درون من یک آرزوی بیدار شد و تو هم دستت نیست چیزی بیدار میشه. چرا؟ به فکر آدم یه چیزی میاد یه هایی و نمیدونه از کجا اومد، چطور اومد، نمیدونه. سوال اینجا اینه که اگه از این استفاده نکنم دنبال آرزو میدوم، یا میگم که یه ثانیه این آرزو رو استفاده کردن ازش ممکن امکان داره، مناسبه یا نه. اگه وقتی این رو از داخل طبیعت اگویستیم بگم، میگم که از این میتونم لذت ببرم، اگه انجام بدم کارهایی که میتونم انجام بدم لذت میبرم، کیفم سر جاش میاد، و این زندگی حیوانیه، چون که دنبال آرزو میرم. مثل یک گربه و یا یک سگ، چیزی که آدم رو آدم میکنه اینه که آرزوش رو بررسی کنه، و اگه این آرزو رو اگه انجام بدم میتونم به شخصی ضرر بزنم یا خوب میشه، و یا نسبت به کسی بیرون از خودم، یعنی نسبت به دیگران فکر کنم. باید اگه این کار رو انجام دادم نسبت به دیگران، به فهم شفاف باید برسم که این بده، این آرزو بده.
و این رو با این نیت اگه انجام بدم به دیگران میتونم ضرر بزنم و اون وقت میتونم جلوی خودم رو بگیرم. در درون طبیعت اگویزمم میبینی که نمیتونی جلوش رو بگیری، ولی اگه معنویات کار کنی نسبت به گرفتن جلوی اون یک آرزو هم به دست میاری. در اون نقطه از طرفی آرزو رو بررسی ارزیابی میکنی و توی که نمیخوای ازش استفاده کنی، و از طرفی هم آرزوی گرفتن لذتی هست که میخواد از این لذت ببره و میبینی که رئیس اون یکیه. و در این نقطه پای واقعی باید به خدا رو کنه. پس عمل بدمون لازمه که شخص بتونه به خدا رو کنه، و به این خاطر در دینها چیزهای بد رو نادیده میگیرند و میخوان روش رو بپوشونند. از اول نمیتونی روش رو بپوشونی، به هر نحوی دستت میترکه. اون باید فهم اضافه کنی بهش، بفهمیش و بفهمی که نمیتونین رو حلش کنی، چون که نمیتونیم از عهده طبیعتمون بیایم. ولی با اون تجربه میبینی که نمیتونی و به خدا میتونی رو کنی، طلب کنی. الان اگه از قبل برای خدا برای کمک طلب کنی، میتونی قدرت بگیری و برای اینکه اینو انجام ندی، چون که صاحب فهم شدی و فهم به آدم قدرت میاره، یعنی پرده میاره. وقتی هم که هست که نمیتونی انجام بدی، بیشک هر چقدر ببینی که ضرر داره، هم خودت رو جلوت رو نمیتونی نگهداری، و اون وقت انسان اینه که خودش رو نمیتونه جلوش رو بگیره. یک داوود در کتابش نوشته که انسان از رحم مادرش مثل یک بچه الاغ به دنیا میاد. بچه الاغ دقیقا در کتاب داوود نوشته، چون که یک موجودیه که نمیتونه خودش رو کنترل کنه، یعنی وحشیه، یعنی از یک حیوان معمولی بدتره. ولی مجبوریم که اینها رو زندگی کنیم که شخص بعدیش رو اگه ببینه از بعدیش به صورت اگویستی میخواد دوری کنه. پس خدا بر روی ما از سیستمیه که از دو طرف هم کار میکنه، مثل اینکه با تناب گرفتند، از طرف بد از طرف خوب، یک تناب از طرف راست و چپ، و دو طرف رو هم مجبوره که به ما نشون بده. اگه دوتاش رو هم نبینیم نمیتونیم به فهم درست برسیم. پس در دینها خط چپ وجود نداره، از راست میرن همیشه. یعنی مغزت رو ببند و کارهایی که گفتن رو انجام بده، و به خاطر این به این شکل نمیتونیم رشد کنیم یا پیشرفت کنیم. ایمان کورکورانه میشه، و نمیخوایم صاحب کورکورانه باشیم، میخوایم فرای منطق بیده است بیاریم، یعنی فرای خواست گرفتنم. پس دیدن خواست گرفتنم و روش عقل اضافه کنم، و با افشای بدی با نیروی هل دهنده خدا میتونم برم فرای این. یعنی خدا مجبوره که کمک کنه، اگه کمک نمیکرد با خدا رابطه نداشتیم. که رابطه با برقرار کردن با خدا چطور؟ بچه از پدر مادر چیزی میخواد، با پدر مادر رابطه برقرار میکنه دیگه، بازی میکنه با چیزایی میخواد، یعنی رابطه برقرار میکنه باش. و شخص هم رابطه اش با خدا دقیقا به این شکله، با خواستن کمک میشه، و به این شکل خدا عملش رو میتونه ببینه. پس بچه از پدر مادر چطور یاد میگیره؟ با مثال ها میبینه، و افشای خدا به این شکله. پس شخص واقعیت رو میبینه، و وقتی هم دید به بدی دست نمیزنه دیگه، چون میدونه، فهم داره نسبت بهش، یعنی به خودش رو زور نمیاره که اینو انجام بدن، یعنی فهم مطلق به آدم پرده میاره. و اون وقتی بدی رو دیدی در موضوع این که این به من بدی میاره، رابطه علت و معلول برات مشخص تره، و اون وقت فهم دارم، یعنی صاحب فهمم، آرزوی گرفتنم، میتونم فرای آرزوی گرفتنم برم، و در دنیا چیزهایی که به من ضرر میزنه و ترجیح میدیم که انجام ندیم اگه خوشمون بیاد، هم برای اینکه به عمل فهم اضافه میکنیم، یعنی
فهمی باید داشته باشم که ببینم این برای من ضرر میاره که بتونم انجامش ندم. سوال: وقتی به زندگی نگاه میکنیم، انسان ارزش زندگی نداره، اما واضحه که آگاهی ارزش داره. چرا رشدی ناگاهی برای هستی مهمه؟ چون انسان یعنی آگاهی، آگاهی یا بالایی یعنی انسان. وقتی میگیم انسان، از کسی حرف میزنیم که معنویات رو یعنی آگاهی یا بالایی رو به دست آورده. اگه به دست نیاوردیم به ما انسان گفته نمیشه. اینو هممون باید بفهمیم که اگه معنویات به دست نیاوردیم در آگاهی بالاتری نیستیم. اگه با غریزمون زندگی میکنیم، این شرایط رو حیوان میگن بهش. یکم پیشم در مثال داوود گفتم که اگه یکم دقت کنید در طول روز به کارکردتون در زندگی خواهید دید که رفلکسی به همه چیز اتوماتیک کار میکنید و در پشت عملهاتون فکری هم وجود نداره. رفلکسی به همه چیز، مثل حیوان. پس انسان یک موجود والاتریه و به اون نقطه باید دست پیدا کنیم. سوال: رهبر عزیز، من احساس نمی کنم که بدم، پس چگونه نمیتونم به شر واقعی خود کشف کنم؟ الان نمیتونیم بدیم رو ببینیم چون فعلا وارد کار نشدیم. وقتی وارد کار شدیم احساس خواهیم کرد. با وارد شدن کم کم احساس خواهیم کرد و برای اینکه یک چیز رو بتونم احساسش کنم، چیز نسبت به چیزی که میخوام به دست بیارم، نسبت بهش باید کار کنم، نسبت به چیزی که میخوام کار کنم، اون چیزها در درونم بیدار بشن. اگه چیزی که میخوام به دست بیارم نسبت به اون تلاش انجام نمیدم و نسبت به اون، یعنی چیزهای ضد اون به وجود نمیاد، بیرون نمیاد، پس واقعیت رو، هستی رو از دو نگاه میبینیم، خوب بعد، تلخ شیرین، شب روز و غیره. دو شرایط اگه نباشه نمیتونستیم احساس کنیم. پس نسبت به خوبی وقتی کار کنیم در داخل گروه، اون وقت فاهم دید که بدیمون بیرون میاد. پس به خاطر این هم بیشتر آدم ها به راه معنوی ما رو نمیتونه مفهوم بده، چون فکر میکنه با معنوی ها کار کردن یک فرشته میشه و یک تبدیل به فرشته میشه. ولی نمیتونیم فرشته باشیم. فرشته یا ملک چیز خوبی نیست، چون که هیچ آگاهی نداره، غریزی زندگی میکنه. یا حیوان یا فرشته، هیچ اراده ای نداره از خود. به خاطر این انسان موجود مهمیه، اگه درجه انسان رو به دست بیاره. به خاطر این هم شخص یعنی انسان فضیلت دو شرایط رو هم باید به دست بیاره، اون یکی بدی مطلق و در مقابل آن خوبی مطلق. اگه او بدی نباشه نمیتونم خوبی رو بسازم. به خاطر این هم اینجا باید مستقیم بزنیم به هدف. یعنی وقتی میریم به طرف عشق، میبینیم که نمیتونم دوست داشته باشم و میبینیم که اصلا پاهام بر میگرده، عقب میده پاهام، که ببینم که نمیخوام، طبیعتم ضد اینه. پس وقتی وارد کار شدیم اینها میشن و اینو یادت نره که گفتم بعدم فرار نکن. میگم که اینا رو گفته بودم، بعد نگی که نگفتی. سوال: سر من چگونه بفهمم که دوستانم رو دوست دارم؟ اول باید بفهمیم که دوست نداریم نشون. اول میبینیم که هیچ کس رو دوست نداریم. خدا به ما این رو نشان خواهد داد و بعد برای اینکه نمیتونیم دوست داشته باشیم و آرزوی داریم که دوست داشته باشیم، قلبمون شکسته میشه و خیلی ناراحت میشیم و شرایطی که درش هستیم خیلی ناراحت کننده هست و اون وقت صاحب فهم میشیم. به خاطر این اون در آینده هست. همسایه رو چطور باید بفهمم که مثل خودم دوست دارم یا نتونستم؟ البته که در این شکی نیست که نمیتونی، مثل همم. اول این رو اگه بفهمیم، بعدن دوست داشتن چی خواهد بود رو میتونیم بفهمیم. پس در دنیا همیشه بدی افشا میشه، چون که
برای اینکه به خوبی کشش پیدا کنم باید اول بدی رو ببینم. برای اینکه فکر کنم که خوبی چیه باید بدی رو احساس کرده باشم و این چیزیه که ما رو بزرگ میکنه و به این شکل بزرگ خواهیم شد. مشکلی نیست. نه چیزی رو به جریان حرکت نگذار. الان باید در شرایطی که درش هستم باید چی کار کنم؟ اگه به جریان ولش کنی اتفاقات رو اون وقت مثل آدم های بیرون میشی. نسبت به جریان زندگی حرکت میکنم. نه از طرفی میگیم که البته که همه چیز از طرف خداست، از طرفی هم میگیم که ولی من اگه برای خودم نیستم کی برای منه؟ به خاطر این شخص همیشه هر چیزی که از دستش برمیاد عقلش میرسه برای پیشرفت باید انجام بده همیشه و به عهده خدا چیز رو نگذاره. این رو چون یاد داشت کنید، هیچ چیز رو عهده خدا نگذارید، این خطای بزرگی میشه براتون. برای کارهایی که نمیتونیم انجام بدیم رو هر روز میتونی ازش بخواهی و با دیدن این که نمیتونید انجام بدید میتونی همیشه طلب کنی، ولی کار رو وقتی به عهده خدا گذاشتی، حواله کردی به خدا، آدمهای بیرون میگن که تو رو به خدا حواله کردم. نه چنین چیزی وجود نداره. در کار همیشه شخص هر کاری که از دستش برمیاد رو باید انجام بده. مسئولیت شخص اینه. اگه به ما یک وظیفه داده شده، بگیم که وارد شرکت شدم و میتونم بگم که این کار رو برای مدیر حواله کردم، ما تو رو آوردیم اینجا کار کنی، تو هم میخوای بدیم مدیر کار کنه، میشه مگه؟ نمیشه که. و این برای ما خوبه به این شکل بودنش. شخص خودش رو باید در کار یعنی این بر اون بر بزنه، تلاش کنه و سرعتش پیشرفتش صورت داره. سوال: آیا آنچه از خالق برای احسان دریافت میشه فقط به دوستان احسان میشه؟ با این احسان شامل جامعه هم میشه. احسان کردم به خدا این شرایط یعنی میتونم از هستی با صورت ابزار استفاده کنم، ولی همیشه باید یادم باشه که به خدا احسان میکنیم. ما نمیخوایم آدم های گوگلی مگولی یعنی زیبا باشیم به این شکل. ما چنین شرایط رو نداریم، تبدیل به اون آدم ها نمیشیم، نازنازی نمیشیم، یعنی از سوسیالیست ها نمیشه. همیشه هدفمون اینه که به خدا احسان کنیم، ولی چطور؟ از واقعیت داخل زندگی باید فهمم، یعنی من به زندگی، به آفرینش، یعنی تو جایگاهت رو با کار کردن در معنویات کم کم شروع به کشف کردن میکنه و جایگاه در جایگاه خودش اون نقطه درست رو که هست پیدا میکنه. الان در اون نقطه که هست خرابه، به فکر خودشه. هممون به این شکلیم، بعد متوجه نشو هممون خرابیم، ولی در معنویات وقتی پیشرفت کردیم چطور خودمون رو در زندگی کشف میکنیم و نسبت به این به زندگیمون مسیر میدیم و در معنویات هم شخص چی کار میکنه در داخل واقعیت معنوی نسبت به ویژگی احسان کردن جایگاه خودش رو کم کم میسازه، کشف میکنه. ولی ما به این ساختن یا انشا کردن میگیم، چون که دلیلش اینه که شخص این رو با عرق خودش یعنی با زحمت خودش که خدا میگه نانت رو باید با عرق خودش بیاری، عرق پیشانی خودش، یعنی خودش این رو کرده. شخص احساس میکنه که خودش کرده این رو، شبیه به این که در این دنیا وقتی احساس میکنیم زندگیمون رو خودمون ساختیم، شغلمون رو، خانواده رو، وقتی اینها رو خودمون انجام دادیم میگیم که من انجام دادم، میگیم که من کردم اینها رو. و شخصم در معنویات ار اون نقطه نسبت به کل سیستم جای خودش رو پیدا میکنه و یک شخصی میشی که در سیستم جای خودش رو پیدا کرده و درست کار میکنه. و اون کسی که جای خودش رو پیدا کرده درست کار میکنه یعنی به خدا احسان میکنه، مثل اینکه شریک خدا شدی، مثل اینکه در آفرینش شریک شدی. در زندگی زن و شوهر شریکن دیگه، دقیقا به اون شکل.
خدا هم شریک زندگی ما خواهد بود، همدیگر رو کامل می کنیم. پس زن و مرد همدیگر رو دو نیروی هستند که کامل می کنند. اگه همدیگر رو خوب مسیر بدن و بررسی کنند، همدیگر رو کامل کنند، زندگیشون خیلی خوب میشه. ولی چطور اگه کامل کنن همدیگر رو، اگه ندونن؟ به طوری که میبینید در قرن 21 به این شکل میشه دیگه. سوال: من یک استبداد دارم، درسته؟ هر چیزی که متعلق به ماست متعلق به خالق است. استبداد اینا نداریم، یعنی استنباط اینا نه، احتمالا نه نداریم، یعنی این کار انجام نمیدیم. چرا؟ چون که احتمالات یعنی برای من مشخص نیست. چیزی که برای من مشخص نیست رو حرف نمیزنم. میتونید فکر کنم که برای من چیزی که مشخص نیست رو برای شما بگم چقدر گمراه کننده میشه؟ یعنی گمراه میشید و بعد در مورد اون یک سوال میپرسید، دوباره نمیتونم جواب بدم، چی بگم؟ پس به خاطر این همیشه از دنیا به شما مثال میزنم که نسبت به رابطه علت و معلول، آره، در جا به این شکل ریشه و شاخه که از زندگی دنیاوی بتونید عقل اضافه کنید. البته که معنویات یک واقعیت متفاوتیه، چون که رفتارمون در اونجا به گرفتن نیست، به دادنه در معنویات. ولی از قصد همیشه مثال نشون میدم که شرایط رو بتونید بفهمید. پس من هم چیزی که به دست نیاوردم، نفهمم، ندیدم، نمیتونم بگم که، و یا شما هم از اونجا پرسیدید، اگه نمیتونیم به نتیجه برسیم که آدمی که بیرونه، یعنی مثل اونها میشیم، یا دیندار میشیم یا فیلسوف میشیم. چرا یک دین هست؟ چرا این همه یعنی دین هست؟ فرقه داره. هممون فهمیدن یک چیز، باید هممون یک چیز رو دیده باشیم و باور کرده باشیم. هممون واقعیت بگیم که یکیه، ولی به این شکل نیست. به خاطر این هم به این شکل. پس واقعیت رو یکم پیشم به طوری که گفتم، از چیزایی که زندگی می کنیم بپرسیم، باید پیشرفت کنیم. با احتمالات نه. پرسیدنت خوبه که بفهمیم. هیچ وقت از احتمالات نه، همیشه از احساساتی که زندگی میکنم از اون سوال میپرسم و پیشرفت میکنم، چون این واقعی میشه. زندگی میکنم و از چیزی که زندگی کردم رو میخواهم مشخص کنم که قدم بعدی در کار باید چی باشه، چطور باید فکر کنم، چطور باید به خدا رو کنم، به خدا رو کردن چیه و غیره و غیره، برای درجه بعدی شفافتر بکنم اینها رو. سوال: لذت های مانند سیگار مثلا به درد دوستم بخوره، باید کاملا از چنین لذت های دست کشید؟ لذت های کوچک، لذت های دنیوی لازم نیست که ازش دست بکشید. به این شکل معنویات نمیتونید کار کنید که. معنویات بزرگ شدنمون رو و لذت هایی که میگیریم، رفتار درست رو با چیزایی که زندگی کردیم با ساختن، لازمه بزرگ شدن داره. ولی به صورت طبیعی هم میگیم که اگه معتادید و یا مشکل الکل دارید، اینطور چیزها در گروه قبول نمی کنیم. آره، میتونی سیگار بکشی، مشکلی نیست، ولی فرای این در کل کشور گفت، بگیم که مواد مخدر آزاد شد مثلا، که این کاری انجام دادن مثلا، در گروه ما همیشه ممنوع خواهد بود. همه چیز اگه قانونی باشه هم، چون که من همیشه میخوام که فکرتون فقط در میان مغزتون، در میان گوشهاتون باید باشه، اینو میخوام. به طور دیگر نمیتونیم پیشرفت کنیم. و فرای اون لازم نیست که لذت هاتو محدود کنی. انسان چند تا لذت داره مگه؟ سکس، رابطه جنسی، غذا، پول، اطلاعات، شهرت. به غیر از اینها لذت دیگری نداریم و همه اینها متعلق به دنیاویات هستند، متعلق به معنویات نیستن هیچ کدوم اینها. به خاطر این آرزوها رو محدود نمی کنیم که چیزی نداریم که محدود کنیم. در مورد اینها صحبت نمی کنیم، یعنی
اخلاق در مورد اینها صحبت میکنه که ما همینجا درس اخلاق نمیدیم، چون که در معنویات چیزی هست که میفهمیم که هممون بی اخلاقیم، ولی آدم بیرون خودش رو با اخلاق میبینه و بعد میتره که دستش. ما در معنویات میفهمیم که آدم از نتیجه آفرینش بده، پس برای اینکه بتونه خوب باشه باید تغییر کنه. پس کسی که قلبش تغییر نکنه هیچ چیزش تغییر نمیکنه. نیاکان ما هم میگن آدم رو یه بار میآفرینی، نه به آدم یک بار میگی، ببخشید، یک بار با آدم حرف میگن چون تغییر نمیکنه. پس ما باید از درون کار اهمیت معنویات رو بیشتر کنیم به جای محدود کردن چیزهای دیگه، چون اگه اهمیت معنویات رو بیشتر کنم لازمه های زندگی چیه و چی لازم نیست میتونم جدا کنم، به طور دیگر نمیتونم که. پس برای ما چیزی که مهمه در کار معنوی اهمیت معنویات رو بیشتر میکنیم و مهمترین چیز اینه. و بعد این سوال دیگری نمیگیرید دیگه، نمیتونیم در مورد تغییر فرمت میتونید صحبت کنید. گروه جوان یکم زمان طولانی میگذرونه در گروه و کسایی که به گروه میخواستن بیان رو میگرفتن، ولی الان میگم که کسی که کار نداشته باشه در دنیا اول باید زندگی دنیاویش رو سر و سامون بده بعد بیاد با ما کار کنه. اینا مهمه چون که در معنویات اگه دقت کنی ما برای معنویات پول نمیگیریم برای یاد گرفتن، یعنی از هیچ کسی پول نمیگیرم، کار خودم رو دارم، پول خودم رو خودم در میارم، خانواده دارم، مثل شما زندگی میکنم، هیچ چیز جدایی از شما ندارم. دقیقا شما چطور زندگی میکنید، من هم میرم بازار خرید میکنم، بچه ها رو میفرستم مدرسه، میبرم میارم از خونه، یعنی میپرسم که از خانم احتیاج چیه مثلا بگیرم برات. دقیقا مثل شما زندگی میکنم و مرد هم مجبوره که اینها رو انجام بده. پس در گروه هر مرد باید صاحب نام باشه، صاحب بتونه از خانواده نگهداری کنه، بره پول در بیاره، بیاره به زنش بده پولش رو مثلا خرج کنه. این برای مردها 100% باید باشه، در غیر این صورت وارد کار نمیشه. میگم که از بیرون ببینه که دانش آموزه متفاوته، ولی اگه یکی دانش آموزه باید مدرسهش رو یعنی طول نده، یعنی نمیتونه رد بشه درساش رو مثلا، چون که نسبت به خانواده مسئولیت داره و ما اگه با ما میخواد معنویات کار کنه به ما هم مسئولیت داره و هم به خانواده هم به ما باید اون مسئولیت رو به جا بیاره. پس دانش آموز باید مدرسه رو تموم کنه، مجبور دانش آموز خوب باشه و خوب تموم کنه مدرسهش، دانشگاهش رو. برای زنها هم دقیقا به این شکل، در گروه هم اولویت رو همیشه به کسایی که صاحب خانواده هستند میدن، ازدواج کرده و صاحب خانواده هست، در گروه مسئولیت رو به اونها میدن. چرا؟ چون که کسی که از خانواده نگهدار میکنه مطمئنم از گروه هم نگهدار میکنه، کمش این رفتار رو میتونه نشون بده. و مردها در چارچوب مشخص کار کردنشون خیلی مهمه. مرد کسیه که خانواده داره، زن داره، بچه داره و از اونها مراقبت میکنه و به این مرد گفته میشه و گروه به چنین مردهای نیاز داره. زنها هم اگه خوب میشه که خوب میشه که اگه بچه داشته باشه برای اینکه خودش رو بهتر یعنی رشد بده بچه لازمه. بعضی وقتا مثلا میشه که بچه دار نشه، طبیعیه، مثلا گناه شخص نیست که نمیتونه، ولی برای زنها هم صاحب خانواده، صاحب بچه شدن خیلی مهمه، خیلی مهمه. و اینها در قرن 21 چیزای نادیده میبینیم، میگیم که به چرا سرم رو به درد بیارم مثلا، ولی اینها برای بزرگ شدن ما چیزهای لازمی هستند. همیشه میگیم از بچه هم چیزهای زیاد یاد گرفتم در معنویات.
ve grup içinde kişinin de ayakları ve der داخل گروه açısından çok önemli. برای اینکه شخص روی پاهای خودش بتونه وایسته خیلی مهمه، چون که شخص وقتی نزدیکه نمیتونه کاری انجام بده. نه تنها بودن برای روحیه شخص خوبه و نه برای سلامت بدنیش خوبه، یعنی به دوتاش هم خوب نیست. یعنی پس یک جامعه، یعنی باید به این شکل باشیم. مرکز آموزشی رو بعد از اینکه تموم کرد در با دوستان صحبت خواهم کرد و لازمه ها رو میگم که باید باشه. سوال: آیا رازیل فرشته‌ای که به نام آدم کمک کرد تا هدف آفرینش رو زیر سوال ببرد یک موجود فیزیکیه؟ به عنوان یک فرشته معمولی به تصویر کشیده شده؟ آیا ببین یک مثال اینها، یعنی تمثیلن همه اینها، یعنی از آسمان کسی نمیاد، کل این هم تمثیل هستند. شخص به دست آوردن واقعیت با واسطه قدرت طبیعت. قدرت طبیعت رو ملائک میگیم. در آفرینش هر کسی که تأثیر داره به آدم بیرون هم میتونیم ملک بگی یا فرشته، چون برای اینکه بدون آگاهی زندگی میکنه اون هم یک فرشته هست دیگه. یک ماشین مثل یک ماشینه، یک پیچی از پیچی هست در ماشین. مثلا به این شکل فکر کنید، همه سرنوشتش رو زندگی میکنه و در مورد موضوع فکری نداره. پس به طوری که راباش میگه، یک گاو رو دیده، یا اسب یا گاو، راباش به راب گفته که ببین یک فرشته. چرا؟ چون که یک مکانیزمی داره که بدون آگاهی کار میکنه و قدرت آفرینش رو تمثیل میزند و دیدن اعماق آفرینش و افشای اون، یعنی از طرفی هم افشای عملهای خدا حساب میشه. آیا طبیعی که فرد برای ادامه سوال بودیم؟ آره دقیقا به اون شکل، چون که زن و مرد دو قدرت طبیعت هستند، پس مکانیزم کار کرد رو اگه درست انجام بده، خواسته گرفتن چطور کار میکنه اگه میخوای ببینی، باید ازدواج کرده باشه. این شرط برای مرد، به طور دیگر نمیتونه ببینه. به خاطر این زن با ارزشتر از مرده، چون که آرزوی خواسته گرفتنه به صورت تمثیلی. هممون خواسته گرفتنیم و خواسته گرفتن زنه، قدرت زن، ولی اگه احسان کنیم مرد میشیم و انعکاسش به طبیعت زن و مرد شده. پس کار معنوی شخص مهمه اینجور چیزا. به خاطر این مرد به خانه نان میاره و باید بیاره. چرا؟ چون که باید احسان کنه. خواست گرفتن زن یعنی ظرف، به ظرف نور میاره مرده، یعنی مثبت. مکانیزم باید به این شکل باشه و نقشامون رو اگه درست انجام بدیم، اون وقت خانه خیلی متعادل میشه. یعنی مرد با میدونه که باید چی کار کنه، زن هم میدونه و دوتاش با هم به شکل درست کار میکنن و در داخل باید داخل خانه تمامیت میشه. سایش دو نیروی که همدیگر رو کامل میکنن اگه ندونیم چی کار کنیم، به طوری که در بیرون میبینیم. سوال: پیشرفت ما در گروه آموزشی کند به نظر میرسه؟ یعنی این هم میتونید نگاه کنید. آره حتما، یکم بیشتر شاید گروه جوان رو طولانی تر کنیم مدتش رو، یکم اگه کم کم وارد کار کنم شما رو، به نظر من میاد که بهتر کار کنید با آرامه، چون که کار عجله از طرفی اگو واردش میشه و این برامون مشکل دیگه، مشکل ایجاد میکنه. پس لازم نیست که شکایت کنید از سرعت کار کردتون، چون که سرعت شما رو هرچی تنظیم کنم، سرعت به کار شما بستگی داره. در هر صورت، به هر صورتی دست شما. سوال: ما اینجا کابلا کار میکنیم و اراده آزاد نداریم، فکر میکنم بتونیم بگیم که خالق ما رو به اینجا اومد آورده، این باعث نمیشه که ما انتخاب کنیم؟ نه، برای اینکه
بتونم انتخاب کنم باید کارم را انجام داده باشم، به طور دیگر کبر میشه و نمیتونیم با کبر یعنی انتخاب شده یعنی کارم رو انجام میدم، یعنی به غیر از اینکه خودم رو فکر کنم احسان میکنم، در غیر این صورت کبر میشه و غرورمون هم بیشتر میشه و معنویات هم نمیتونیم به این شکل پیش رفت کنیم. سوال این بود. سوال: اگه به رهبرم تحصیلات درون خود و آنچه خالق به ما داده بنگریم، آیا بهتر میفهمیم که به آنچه میخواهیم برای ما مناسبه یا خیر؟ İzlenimler ve verilenler bu konuda turnu sol görevimi görüyor. Yaşadığımız her şey, her çizgi zindigi mi koniyim? Her şey bizi bir sonraki adıma. Be ma be kadem ba'di mi resune? Yekem pisham nokta ha ro goftim ki az un nokte chin ha ro mikeshi khat dorost rast tashkil mishe. Vali be sharaiti ke khaham raft age ha amade basham barash hazir basham, in shabih be irade azade, yani khodam ro حاضر میکنم به درجه بعدی. این یک انتخابه و اگه به این شکل فکر کنی اراده آزاد رو، اون وقت شرایط هایی که میاد برای ما شرایط هایی میشه که میتونیم بهتر بفهمیم، و اگه بهتر بفهمیم شرایط رو، اون وقت میتونم به زندگی مفهوم بدم. اگه نتونم این کار رو انجام بدم، شبیه به انسان های بیرون میبینی که مشکلات روانی زیادی دارن، همه در کل دنیا به این شکل میبینیم که مشکلات روانی یعنی افسردگی، چه بدونم، مشکلات اجتماعی بیشتر میشه رفته رفته در انسانها، و دلیلش به این بستگی داره، یعنی خودم رو به روند زندگی نمیتونم حاضر کنم، آماده کنم، پس چیزهایی که زندگی به من میاره تنظیماتم خراب میشه و نمیدونم باید چی کار کنم در جامعه، به خودم چی کار کنم، به جامعه چی کار کنم. یعنی به خاطر این هر کاری که انجام میدیم، تجربه درونمون، هر چیزی که خدا به ما داده درسته یا نه، با آمادگی که انجام میدم میتونم بررسی کنم. اگه آمادگی نداشته باشم مشکله، اگه حاضرم آمادم چیزایی که زندگی میکنم با علت میتونم ربط بدم، اگه نفهمم هم در اون لحظه هم چیزی که عقل نمیتونه انجام بده رو زمان انجام میده. امروز چیزی که نفهمیدم فردا به واسطه کار خواهم فهمید. در زندگی هم به این شکله، بعضی وقتا به چیزی فکرمون نمیرسه و نمیدونیم که چیه، و بعدن یه هفته میگذره، ده روز میگذره، یک چیزی میشه، میگیم که این باید به این شکل بود، و بعدن ژیتون میفته، و در دنیا هم به این شکله. در معنویات هم چیزی باشه که نفهمه مشکلی نیست، برای هر چیزی باید چیزایی اضافه کنه بشه به ما، یعنی اون ظرف باید پر بشه که آدم بتونه بفهمه. ادامه: از بالا به پایین، از پایین به بالا. این آنالیز رو وقتی انجام میدیم، طبیعت خودمون رو افشا میکنیم، یعنی سیستم طبیعت رو هم افشا میکنیم. دقیقا، آره، چیزی که باید کشف کنیم اینه: آفرینش خدا چطور انجام، یعنی کنترل میکنه، اون وقت خودمون رو وارد اون جریان میتونیم بکنیم، یعنی با آگاهی. الان وضعیتمون بدون آگاهی، نمیدونیم چیه، و برای اینکه در این شرایطی مشکل داریم همیشه، ولی اون وقت آگاهیم و جای خودمون رو گرفتیم و در داخل تمامیت احساس میکنیم. به خاطر اینه که در دنیای ما همیشه کمبود احساس میکنیم و نمیدونیم باید چی کار کنیم. سوال: تفاوت بین کمبود و آرزو چیست؟ اگه کمبود نباشه نمیشه که. به طور دیگه آرزوست، آدم هزار و یک چیز میتونه در زندگی بخواد، ولی کمبود یعنی احتیاج، اگه این نباشه نمیتونم هیچ کاری انجام بده. سوال: مرده‌زایی زایمان زودرس در معنویات چیه؟ تولد چیز سختیه، و حالا دکترها هم فکر نکنم که کاملا متوجه شده باشن چیه که چطور متولد میشه، چطور باید باشه.
حالا به هر کسی در شب نصف شب بیدار نشم سزارین انجام میدن. یعنی در ساعت طبیعی به دنیا بیار تموم بشه و اون سزارین رفتار اشتباهیه، چون که اگه برای مادر و بچه، یعنی اگه دوتاش هم سالم باشه بچه و مادر، طبیعی زایمان کردن بهتره اگه مشکلی نداشته باشن. در راه بعضی وقتا شرایط های اتفاق میفته و دلیل این هم اینه که شخص از راه میفته و یا کار رو اشتباه انجام میده و شرایط اشتباه انجام دادن کار میتونی بچه هایی رو ببینی که افتادن. یعنی فهمیدی منظورم رو؟ ölü doğum bizim için olmaz. Yol. مرده‌زای برای ما نمیشه اگه می‌خوایم در راه پیشرفت کنیم. Yani yolda sürekli ilerleyen bir yani در راه کسی که پیشرفت می‌کنه به هر نحوی در معنویات مجبوره که متولد بشه. افت و خیز داره البته که شرایط‌هایی هست که مرده هست. آره چنین شرایط‌هایی هم هست که خودش رو مرده احساس می‌کنه. هر درجه از بیجان شروع میشه. ولی به شکل خوب اگر رشد کنیم خیلی خوب هم متولد میشیم انشالله. سوال: کابالا رو خیلی وقت تعقیب میکنم، 4 ساله که شما رو میبینم، ولی با پیشرفت کردن میبینم که ظرفم به جای اینکه پر بشه خالی تر میشه و کم بوده بیشتری احساس میکنم و در این مدام که چی نمیدونم بعضی وقتا سکوت میکنم. واقعیتش تا آخر راه آدم همیشه احساس میکنه که هیچی نمیدونه. من همینو احساس میکنم اگه همه چیز رو، یعنی فکر میکنید همه چیز رو میدونم، نه. بعضی وقتا شرایط هایی میشه که مثل اینکه همه چیز رو فراموش کردم. آره، و مثل اینکه دوباره باید بیدار بشم، یعنی از صفر. یعنی نمیتونم بفهمم بعضی وقتا بعضی چیزا رو، چون که همیشه فرمت میشیم، آپدیت میشیم و تا آخر راه همیشه افت و خیز هست، بالا پایین هست. به این شکل یکی هم به ما وقتی میگه، میگم که برو سایت و بخون و در یوتیوب ویدیوها رو ببین، چون که من هم نمیدونم بیشتر وقتا که به آدم چی بگم بهش. جواب واقعی اگه شخص دنبال واقعیت از جستجوز چیزی که گشته پیدا کرده میتونه پیدا کنه. یعنی اگه واقعا دنبال چیزیه، اگه این بر اون بر نگاه میکنه، اون وقت میاد. شرایط به این شکله. سوال: من ازدواج کرده بودم و طلاق گرفتن، آیا باید از گروه جدا بشم؟ ببین اگه میتونی برگردی برگرد. دیروز در مورد این یک برنامه ای ساخته بودم، اگه میتونی گوش بده. همیشه فایده داره که، یعنی اگه به درد نخوره هم صحبت کن، اگه به درد نخوره هم ببین اگه بتونی کمش در، یعنی باید چیزایی رو یاد بگیریم که بدونیم در کجاها خطا داشتیم، چون که مطمئنم که هر کسی وقتی ازدواج میکرد همدیگر رو خوششون اومدن، با دوست داشتن ازدواج کردن دیگه، یعنی تا وقتی که شرایط استثنایی نباشه. با عشق و دوست داشتن ازدواج کردیم، پس اگه همدیگر رو دوست داشتیم و ازدواج کردیم، حالا به نقطه رسیدیم که ما هم خطایی انجام دادیم و باید، من فکر میکنم که باید بشینیم فکر کنیم در مورد این، صحبت کنیم. یعنی این رفتار خوبیه اگه اینو انجام بدی. نه، در این درجه لازم نیست از گروه خارج بشی، ولی در آینده موضوعی که باید دقت کنی بهش اگه میخواید پیشرفت کنی. فشار من نیست. هیچ وقت من از استادم هم به این شکل دیدم. هیچ وقت در علم کابالا نسبت به فکر خودمون نمیریم. واقعا هم
نسبت به قوانین طبیعت. اینها لازمه زندگی هستند، به این چشم میبینیم و لازمه این رو باید ببینیم که از درونمون رو باید به این شکل انجام بدیم. بیهوده نمیگم به شما که در آینده انسانها به فهمی خواهند رسید میرسند که میگن که باید من همسر داشته باشم. اینو به نقطه میرسن که ادراک کنن. مشکل اینه که انسانها کم سرعت پیشرفتشون کمه دیگه. ما نمیتونیم سرعتمون کم باشه، ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. به خاطر این شماها قبلا میگم، همیشه براتون از قبل میگم همه چیز رو، چون که به معنویات، در معنویات اگه بخواید پیشرفت کنیم، مخصوصا مردها، آدم باید زن داشته باشه، بچه داشته باشه و جدا شدن هم مشکلی نیست، چون که میتونه اتفاق بیفته. من هم این کار رو طلاق گرفتم، اولیش رو من هم خواستم نجات بدم، یعنی کاری که انجام ندادم رو نمیگم به تو انجام بده، من هم سعی کردم که نجات بدم رابطم رو، ولی دیدم که نشد و بعدم دیدم که به زندگی باید ادامه داد دیگه، به این شکل. و این به سر بیشتر آدم ها میاد و این طبیعیه. من شماها چی زندگی میکنید، همه چیز رو از قبل به من آورده و یعنی من هم از همه اون شرایط ها رد شدم. و چیزی که باید بفهمیم اینه که تنها بودنمان چیز خوبی نیست اصلا، نه برای روحمان، نه برای سلامت روحی روانی. یعنی یکم عصبانی بودن سالم تر از اینه که تنها باشی. یعنی اگه بخوای تحقیق کن، انسان ها به این نتیجه میرسن که انسان یکم عصبانی بودنش در خانه از این که فکرش کاملا راحت باشه یعنی سالم تره. البته که در زمان کوتاه به این نتیجه خواهند رسید، چون که استرس اگه نباشه خودمون رو به درجه بعدی نمیتونیم برسونیم. همیشه مثل بچه گربه کوچولو میمونیم. وقتی هم بزرگ شد، در زایمان هم استرس هست دیگه، در رحم بزرگ میشه، اونجا گیر کرده، یعنی تنگ جاش و اینجا دیگه نمیتونم بمونم، بچه میگه با فشار یعنی متولد میشه. ما هم خودمون رو اگه بخوایم متولد کنیم به درجه های بالایی برسونیم و خودمون رو باید هول بدیم و در زندگی تمام آدم های موفق همشون وارد استرس شدن. نمیگم که از استرس بمیر، بد متوجه نشید منظورم رو. همیشه چیزایی که میگم رو آدم ها چیزای متفاوتی ازش میگیرن، نمیگن که خودتون رو یعنی اذیت کنید. یک روالی داره این کار و حالت روانی حالت طبیعی داره این کار. این رو باید خودمون مشخص کنیم دیگه. سوال: نسبت به آزمایش ها ما اگه انجام ندیم، مغز چند ثانیه قبل اون رو انجام میده؟ یعنی طبیعت حیوانی تصمیم میگیره. البته که یکم پیش هم گفتیم مغزم از تجربه ها یک بانک حافظه، یکی از اونجا اطلاعات میگیره و حساب کتابه. نسبت به فکرتون نمیره، اون یک نرم افزار مخصوص خودش رو داره، تلاش کم لذت بیشتر با این کار میکنه. پس تو چی فکر میکنی براش مهم نیست. اون نسبت به فکر خودش برنامه داره و کار میکنه و معنویات به ما نشان میده که واقعیت تو و بدن تو تضاد رو در داستان دعوای موسی و فرعون. موسی و فرعون دوتاش نیروهای درون شخص هستن، شرایط درون شخص هستن دوتاش. هم کسی وارد مصر شد، رفت، خارج شد، این یک تمثیله، همش تمثیل. اینها هیچ کس ندیده. فرعون هم درون شخص، موسی هم درون شخص، و دوتاش هم یعنی در میان دوتاش در جنگ و جدال همیشه شخص. دوتاش هم درون ما هستن اون شرایط ها. پس شخص نمیتونه خودش رو کنترل کنه، در این شکی نیست. به خاطر این اگه دقت کنی انسان رو چیزی که تنظیم میکنه چیه؟ در طبیعت میبینیم که چی ما رو تنظیم میکنه؟ جامعه.
Öyle değil mi? Kanunlar. Yine kanun, bu kanunu, bu sünnet, ahlakla, bu ahlak, bu inu un cami ma ro tanzim mikunem, ama khodamun ro tanzim nemikunem ki nemitunim in karu anjam bedim. Bize bunu gösteriyor. Der zindegi hem be ma in ro nishan mide. İnsan o yüzden insan به خاطر این موجودی که به جامعه نیاز داره، در غیر این صورت مثل یک حیوان وحشی. در هر صورت تمام اینها رو حل کردیم، سوالات رو از سیستم در آوردیم. خوبه، یکم دیر کردیم ولی تموم کردیم. هفته آینده به امید دیدار در مورد کنگره دوستان مرکز آموزشی به شما اطلاع خواهند داد و دیدن تو کنگره رو دیدنت برای شما خوب میشه. مرکز آموزشی هم زوم رو براتون حاضر میکنند و برنامه رو میفرستن براتون که بیرون نمونید، شما هم استفاده بتونید بکنید. شب بخیر همگی، هفته آینده میبینیتون.